بینندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام عرض می کنم حضور یک و یک شما. آرزو دارم به صحت سلامت باشین، جور و خوش آرام باشین. سجی هستم، برنامه من از طریق تلویزیون افغانستان از لس آنجلس تماشا می کنین. همچنان برنامه به صورت زنده در صفحه فیسبوک افغانستان تی وی پیج و در یوتیوب کانال سجی شو به صورت زنده در حالت نشر است. به اجازه تان که من همه چیز چک کنم که درست باشه همه چیز. یک پروگرام جالب امروز برتان دارم. ببخشید یک من یوتیوب با همه چیز ببینم که درست باشه، برای از اینکه باز نمیخوایم که در این برنامه هم و تنها زنگ بزنم که الان مشکل است و این از آن است، چون شما میفهمید که من به تنهایی برنامه رو پیش میبرم. خب پیش از اینکه میم در کمره به مقابل شما، من یک اندازه بسیار استرس میداشته باشم چون تناستم. میخوایم همه چیز درست باشه، از ساوند، صدا، تصویر، کلپ ها. یک برنامه که با یک عالم کلپ و این و آن میره به ایر، خب او هم به تنهایی خودم کار آسان نیست. شما از انتخابات پر از جنجال پاکستان یقینا که خبر شدین، مثل انتخابات که در افغانستان میشد با اون ترتیب بود. اما یک چیزی که در این انتخابات بر من بسیار جالب بود، عمران خان، یک آدمی که در زندان است. باشیم که یک لاین آمد کدام مشکل نباشه. بله بفرمایید. بله سجی جان. بله سلام علیکم. سلام سجی جان، برنامه شما را ما نشانی بیدیم و علاقه من شد. مگه صدا را بسیار پایین میسازم میگن صدا پایین است، اگر صدا را بلند میکنم میگن چیغ میزنی. دیگه نمیفهم گزاره کنین دیگه. یک ذره والیوم اینجا هم چی چی پدرستانی ما متکرم هیچ تغییر نمیکنه. اوکی صبر کنین که ما برم من خیلی تا آخرین دقیقه بر شما درست کنم. دیگه چیکار کنم؟ یک ثانیه صبر کن. صحیح صحیح. تشکر بسیار زیاد، لطف کردی، مهربانی کردی. خب بیننده عزیز، من نمیفهم که در فیسبوک صدا با کلی درست است. آقای درانی میگه که صدا با کلی درست است. خب اینا از طریق چی میبینن صدا کم است؟ یک ثانیه صبر کنیم که من صدا رو بر شما درست کنم. میبخشید. خب حالا اگه صدا بسیار زیاد بلند شد و چیخ شد، دیگه باز به من غرض نیست. باز دیگه والیوم های فیسبوک تان و یوتیوب تان کم تر بسازین. نه دیگه زنگ نزنین، بانیم که من برنامه رو پیش ببرم. صدا درست است، صدا رو من خودم میشنم. صدا در فیسبوک عزیزا هم نشته میکنن که صدا اوکی است. سمی جان قن نشته کرده وایس از فاین. شکیب جان نشته کرده درست است صدا. آقای درانی نشته کده که این وطن ما یک کاکا یک ذره مشکل گوش داره. مشکل گوش نیست، خوشاید صدا در هر جای فرق میکنه. خامو سلسله گپ دیگه از ما با تلفن جواب نکنم با یک دلیل که جواب میتونم میخوایم بفهم کدام مشکل نداشته باشه تلفونتان چیتان همه همی تلویزیون و فیسبوک و یوتیوب. به هر صورت دیگه حالا صدا بسیار بلند میشه چون من بسیار والیوم مکسر بالا بردم. اینال شما اگه صدا بسیار بلند میشه، یک کمک صدا رو پایین بسازیم که گوشای عزیز و نازنینتان اذیت نشه. خب
ما یک دلیلی که یک علاقمندی برمی به پاکستان خب هیچ کدام علاقمندی ندارم، به خاطر از اینکه چتلستان شما ببینین که در طول سالها چی، یعنی ما دیگه نمیخوایم که بر شما بگویم داستان پاکستان، که پاکستان در مقابل مملکت ما چی کرده، به سالها مملکت ما رو برباد کردن، امی هر بربادی که امروز در این مملکت میبینین پاکستان از دلیلش. خب هر صورت مگر چی دیگه بر من جالب بودی که یک رهبر از اینا در زندان است، عمران خان، گرچه که ما عمران خان پیش از اینکه لابیگر طالبا شوه و بسیار چون دوستای پاکستانیم که هستن بسیار عمران خان دوست دارن. یک چیز باید بفهمین که به اندازه مردم پاکستان عمران خان دوست داره که هیچ حد اندازه نداره. خب ما هم یک نسبت به دیگر رهبرایشان که در تقلب و جهل و جهلکاری و اینا دست دارن، ما امی عمران خان از بطن مردم پاکستان بلند شده بود، شاید که یک تغییر در پاکستان می آورد، شاید که این پاکستان ها که یک لانه ترورستاست، شاید که امید از بین می برد، شاید که فکر می کرد که چرا ما مثل هندوستان که از هندوستان جدا شدیم، چرا مثل هند امیتر یک مملکت که ببینین که چقدر یک مملکت، شما اگه به هندوستان برین باز میبینین چقدر یک مملکت است که انکشاف کرده، ترقی کرده، مگر پاکستان فقط چسبیده به می ترورستا و پول از اینجا بگی و از اینجا بگی و اینمی تمام حیات پاکستان بوده که اینال در یک بحران بسیار شدید از هر نقطه نظر گرفتار است. بازمی عمران خان در پشتر میلای زندانی بسیار جالبه است. شما خوب راجع به این فکر کنین که یک رهبر در زندان است، اما پیش از اینکه به زندان برق پیش از پیش ایس ضبط کرده بود صدای خدا و بر مردم گفته بود که در انتخابات تا که میتونین برین اشتراک کنین و رای بدین و طرفدارای حزب ازی عین کار کردن. اما امروز که مخبار رو تعقیب کردم هیچ حزب موفق نشد که اکثریت کرسی پارلمان در پاکستان بگیره. عمران خان از 264 کرسی 101 کرسی را مامو طرفدارایش گرفته که یام بسیار باشین که ببینیم که ارتش پاکستان چی میکنه، آیسای خدا که در غضب خود گرفتار کنه چی میکنه، کدام حکومت ائتلافی را اعلان میکنن چی میکنن. خب به هر صورت قدرت یک چیز بسیار بد چیز است. وقتی که یک انسان قدرت به دستش بود فکر میکنه که تا که زمین و زمان و جهان و جهان است، اینمی قدرت به دستم است و خیر و خلاص و دیگه مردم برابر یک سگ هم اهمیت نمیده. بیننده عزیز من میخوایم که پیش از اینکه برم در مورد مفتی عبدالشکور حنیف گپ بزنم، من میخوایم که در بعضی رسم و رواجای بسیار دیسکاستینگ، رسم و رواجای بسیار تعجب آور، رسم و رواجایی که یعنی آدم شاخ میکشه در این دنیا که خوب از کال اینترنت است و نمیفهمم فیسبوک است و یوتیوب است و مخصوصا تیک تاک، ما امی رسم و رواجای بسیار بسیار عجیب و غریب در دنیا میبینیم. مثلا در مملکت ما اگر از چندین رسم و رواجای بسیار کونه و فرسوده بگذاریم، فقط امی یکش چون در مورد زناسی میبینیم که در افغانستان در بعضی از فامیلا، خب یک آدم یک بچه یک فامیل ازدواج میکنه، عروسی میکنه، زن در خانه میاره، زن بدبخت که در این ممالک که مال میگم ببینین که اینا چقدر بدبخت است، این زن میاره عروسی میکنه زنش everything is good، یک دفعه یک آدم همین شوهرش یا به مریضی یا به جنگ یا به دلیل کس کشته میشه. وقتی کشته شد امی زن عزیز باید برادرش عروسی کنن. ایده کدام کتاب است؟ برادر شوهر مثل برادر آدم است، عیناً مثل برادر آدم است. چون در افغانستان زن اختیار نداره، اختیار به دست نداره، هر فیصله که به مجرد که امرای لباس سفید مبرایه و در خانه یک آدم بیگانه داخل میشه به نام شوهر، بعد از او هر ظلم و ستمی که در حق ای زن میشه دیگه زن از خود اختیار نداره که چیز بگه، اون بیچاره چی میکنه؟ قبول میکنه. از امون جمله یکی از کسایی که برادرش مرد و زن برادر خود گرفت گلبدین حکمتیار است. گلبدین حکمتیار وقت برادرش که فوت میکنه زن برادر خود عروسی میکنه
و تا با امروز امروی میزن اولش خو یکی زن برادرش هم دیده کدام کتاب است؟ آیا شما به عیز زنایی که در سطح سن دنیا برنامه مره میبینین علاقه مندی داریم که یک روز خدای ناخواسته برادر شوهرتان، اگه شوهرتان یک چیز شب برادرش بگیرین، خب از این شوخی مگذاریم. اما ما یک در فیسبوک در مورد هندوستان، در یک قبیله در هندوستان است، یک گپ بسیار جالب است که من نمیفهم که امی دنیا ببینین با این تکنولوژی، با ممالک پس مانده، با اونمو خرافات که بند ماندن. در یکی از قبیله های هندوستان، نامشان میاد رفت که چی بود، در یک قبیله مثلا یک مادر پدر 5 بچه داره. شما خب میفهمید که در افغانستان، در این ممالک او طرف های ما شما که هست، خانواده 5-6 اولاد، 7 اولاد، 8 اولاد میارن، اما پشت سر هم دیگر به این ترتیب نیست که مثلا 1-3-4 سال صبر کنه با بچه دومی بیایه، به این ترتیب نیست. به مجردی که بچه اول تولد میشه، زن بیچاره بعد از 9 ماه باز حامله دار میشه، یعنی اولادا رو شیر به شیر میگن. انال در این قبیله هندوستانی چی گپ است؟ در یک قبیله در هندوستان یک فامیل 5 بچه داشته، 5 بچه. اینالی پسرای از این مثلا از سن بگیریم 22، باز 20، باز 18، به می ترتیب. در اینجا رسم رواج از اینا یه طور است که اگر پسر کلانشان عروسی میکنه، اینمی عروس عروس ار پنج بچه است. خدایا توبه از این رسم رواج. یعنی بچه که آرسی میکنه، زن ازی زن برادر دومش، برادر سیمش، برادر چهارمش، برادر پنجمش است. وقتی که هر کدام از این شوهر، همشان شوهر هستن، من تا یکیش قانونی نکاح کرده، من چه نکاح کردن یا چی رقم آرسی میکنن میشه و نمیفهم. اما یک گپ جالب دیگه ایست که اگر در اتاق مثلا یک برادر برای زن بیچاره رو سعی کنیم که جواب 5-6 پسر در عین زمان، او مای گاد، اگر یک برادر همراه عزیزان خود خلوت کنه، در پشت سر در دروازه یک دانه کلا رو میمانه. بازی کلا ماناش ایست که یعنی من همراه عزیزان هستم در این اتاق، دیگه شما تکلیف زحمت نکشین. اگر برادر دومی ازدواج کنه، امی زن دومی از تمام از امی 5 برادر است. شما ببینین، با خدا من نمیفهم که چطور خودت خو. یک چیز است که با رسم رواجای گنده، با رسم رواجای کونی غیر انسانی عادت میکنن دیگه، این اینا عادت کردن. و در یک قبیله دیگه هندوستان خواهر برادر باید با هم عرسی کنن، خواهر با برادرش باید که عروسی کنه، که واقعا ایره نشان میده یک زجر، یک فاجعه به مقابل زن است. یعنی در هر گوشه دنیا، در ممالک پسمانده که ببینین، زن به اینمی ترتیبه است، یک مرد 4 زن کو، یک مرد نمیفهم این کار کو، خواهست دیگه چی کار کنیم. خب بیاین که راجع به ملا صاحب گپ بزنیم. ملا صاحب که شما برای صفحه تلویزیون میبینین، یک رسم رواج دیگه که فراموشم شد، در بسیاری از ممالک اروپا، افریقایی و همچنان امی کشورهای آسیای میانه، بعضی از کشورهای اسلامی، اینا دختر که تولد میشن، دختره که نوزاد تا نوجوانی ختنه میکنن، سنت میکنن. میفهمین چرا این کارا میکنن؟ به خاطر از این کارا میکنن که این دختر حق همبستر شدن با شوهرش که داره، اما حق قضیه نداره که امو احساسش میکشن، از بین میبرن، که زن از همبستر بودن با شوهر لذت ببره. اینی دلیلش است که در غضب خدایا شون که برای خود ارضایی یک زن، دخترای خورده از سن که نوزاد هستن تا به نوجوانی که 12-13 هستن، اینا را پاکیگکار میگیرن و ختنه میکنن.
این در کدام کتاب است؟ فکر نمی کنین که و دربار خدا دعا کنین و از خداوند شکر گذار باشین که در اتفاق میلا شما ما شما با دنیان آمدیم که پدر مجبور بسازه که با برادر نرسی کو مجبور شون که خط نشو مجبور شوی که با چهار برادر هم بستر شوی با شوهر پنج نفر میشه. خب هر صورت دیگه رسم رواج های بسیار کونه و کثیف و مرداری در دنیا است. خب باشین که یک دفعه ما امی چی رو ببینم فیسبوک ها که شما در فیسبوک هم باشین دازی که بیشتر دیدم نه چرا ما آقای چیز رو میبینم آقای افتی گذشته رو میبینم نیال خدا میبینم آل خدا میبینم. خب شما صحبت های مفتی عبدالشکور را یقیناً که شنیدین. این صحبت های از این مثل همی بم انفجار کرد بمای طالبا که انفجار انتحار میکنن سخنهای از این مفتی امتر یعنی در کدام صفحه فیسبوک نیست در اینستاگرام نیست در تیک تاک نیست آنقدر این صحبت های از این شیر شده چون یک باعث یک کسی که در مسجد خطیب است و یک کسی که در مورد اسلام گپ میزنه این گپ های از این بسیار 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 شیر شد. مردم افغانستان که هستن اینا به آگاهی احتیاج دارن که یک آدم آگاهشان بسازه یک آدم برشان بگه که در این دنیا چی گپ است. با وجودی که ای آقای خطیب یا آقای مفتی عبدالشکور در مورد خراسان یک چیز گفته بود که گپش هم درست بود یعنی اگر به تاریخ نگاه کنیم گپایی که زده بود گپاش غلط نبود گپاش درست بود. من هم میخوایم در او بحث کنم در هفته گذشته یک چیز گفتم او را گرفته اینو در تیک تاک ها و در فیسبوک ها آنقدر شیر کردین که غیر قابل باور بود. خب به هر صورت در قسمت امام زمان مهدی که میگه ما در او چیزا من نه او چیزا را مشنم نه عقیده دارم در مسئله از این که میایش بسیار ناترس در زیر ریش طالبا اما تمام بدی های طالبا را براخش میکشه این بسیار کلان گپ هست بیننده عزیز این گپ ساده و عادی نیست. گپای مفتی عبدالشکور حنیف سازمان ملل هم میگه من میگم دیگه برنامه هم میگه از ظلمشان از تعصبشان از بدبختی دیگه سر مردم آوردن این همگی میگه. ما شما میفهمیم که برای 40 سال مکمل یک روز دل میخواه که از خاطر مردم افغانستان چیغ بزنم گریه کنم. میفهمین چرا؟ 40 سال مکمل این مردم بدبخت بیچاره که همی جنگ دیدن بالاخره یک 2.5 سال برای 19-20 سال گروه وحشی تررست طالب صدایم خب بسیار چیخ میزنم خب من میفهم خب بسیار بلند کردم مکسرم گروه تررستی طالب چی کرد؟ انفجار کرد که انتحار کرد انفجار مردم را کشت و مردم تکه تکه شده بودن که گروه خوارج از کجا پیدا شده. خب اثر توافقنامه ننگین دوها که امریکایی‌ها دیگه پلان داشتن و دیگه پلان دارن قدرت گرفتن برای اینا دادن مفت امت رایگان در 2.5 سال مکمل در 20 سال به یک ترتیب اینا مردم جزا دادن در این 2.5 سال دیگه رقم مردم جزا میدن آل جزاهای از یاره که من بگویم اصلا از حساب تیر است. مگر یک چیز است که امی مفتی شکور عقایق افغانستان در داخل افغانستان در یک مسجد در مقابل جوانا اترسامی میکنه که این کار از یادم واقعا من یک چیز بگویم که چیزایی را که میگه باور کنین که اینمی آدم بسیار یک خدمت به دین اسلام میکنه خدمت به دین اسلام به چی مانا میکنه؟ که مردم هم میفهمانه که گروه طالب از دین اسلام از زمین تا به آسمان فاصله داره. هر گپی را که طالب
دینم یاره و آینم یاره همه گیش دروغ است. یک حقیقتی است که ما میفهمم، شما میفهمین، تمام ملا مفتیا علمای تمام دنیا میفهمن که طالب بر ضد دین اسلام چی میکنه؟ یعنی کار میکنه. و اینمی دلیل است که تعداد زیادی از مردم، تعداد زیادی از جوانا از دین فرار میکنن. تو میای دین باید با یک نوه برای مردم بگویی که مردم عاشق دین شو و با دین اسلام روی بیارن، یکی از دین اسلام برایه. و این اینمی خیانت در حق دین طالب میکنه که یه آدم در مسجد، در مسجد در تخار که در دور برش شاگرداش نشسته، در مورد تعصب طالب گپ میزنه، در مورد ظلم طالب گپ میزنه، میگه او برادر یک آدمی که پول نداره و غریب است و بیچاره است، طالب از القومش به نام مالیه پول میگیره، که در حالی که در دین و در فقه، می فقه از یا حنفی چیست؟ در فقه حنفی و در دین اصلا مالیه ذکر نشده، اصلا مالیه. اما یک چیز است که این آقای حنیف هر چیز با سند میگه است از روی قرآن و حدیث، که در قرآن در مورد ظلم نوشته شده، در حدیث در مورد ظلم به اینی ترتیب نوشته شده باشین که مثلا کنم که شما تاپی دایش در سرش زدن، تاپی نوکر ایران هم در سرش زدن، این خوی یک چیز بسیار واضحی است که تاپ زدن بسیار زیاد است. اما ما با تاپایش و با این که امام مهدی میایه با او گپاش من نمیرم، من با چیز میرم که یادم با چشم دید خدا در افغانستان در کابل میبینه، مردم برش تلفن میکنن، خودش میگه اونورا میگن و میخواید که مردم هوشیار بسازن. شما میفهمین؟ خب بیاین کمی صحبتهای شبانیم ببینیم که شما گوش کنین که چی میگن. کجا شد صحبتهای آقا؟ میبخشیم. خب گوش کنین به دقت که چی میگه. ما یک بار تاریخ را مطالعه بکنید و تعصب را از دیدگاه اسلام مطالعه بکنید که در حدیث سنن ابی داوود تعصب چنین تعریف شده است که ان تعین قومک علی الظلم، قوم خود را بر ظلم اعانت بکنی، این را تعصب گفته می شود. اگر زمانی که ظالم را محکوم بکنی این را تعصب گفته نمی شود. ظالم به هر لباسی که باشد، از هر قومی که باشد، از هر جغرافیایی که باشد، نام ملا داشته باشد، نام عالم بر سر داشته باشد، لنگی عالم بر سر داشته باشد، ریش بزرگی داشته باشد، ظالم ظالم است. اگر کسی که ظالم را اعانه می کند و در مقابل ظلم استادگی را می کند به اندازه که توان دارد، الله عز و جل و پیامبرش از او بیزار می شوند، همانطوری که در حدیث شریف آمده است. ظلم های علنی که در بازارهای من و شما دیده می شود، ای هم ریشه استعماری دارد، در اسلام عزیز هیچ جایگاهی ندارد. به نام مالیات در اسلام و در فقه حنفی من و شما خصوصا چیزی نیست. ای هم از حلقوم فقیر کش کرده شود، بزور کش کرده شود. دوزی که یک چبلق را از دروازه مسجد دوزی میکنه، ما او را دوز میگوییم. دوزی که بر خانه مردم از طرف شق میداره، ما او را دوز میگوییم. به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟ این خودش ظلم علنی است، ظلم تاریخی است. اما آغاز این ظلم از همان استعمارهای سابق شروع شده است که تا امروز هم نمیتوانند که خود را از این ظلم خلاص بکنند. انسان آزاد آزادانه زندگی میکند،
رفاه و امنیت به این معنا نیست که ما تق و توق را از افغانستان گم کردیم. عامل تق و توق خودمان بودیم، خودمان بس کردیم، لیکن مردم آرامش فکری ندارند. یک نفر بیچاره اندک صدای خود را بلند بکند که این ظلم است. تابه های تیار است، تابه مقاومت، تابه داعش، ترق بر بالایش زده میشه، ای را میگوین تاپه، بعد از تاپه چاپ است. ببر بزن 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 که تو حتی خاصیت اینش را آباد نمان. اگر یک جرمی کرده است، چند جرم دیگر را بر بالایش تحمیل بکن، به زوری زدن تحمیل بکن، بزن و بزن و بزن تحمیل بکن، کامره را در دم رویش بگذار، بو که همین چیز را میگویی خوب، اگر نمیگویی میکشمت. او بیچاره به خاطر آن که جان خود را نجات بدهد، جرم بزرگی را به زبان خودش اقرار میکند. این صحنه های نه تنها آن که چشم دید، بلکه به طور تواتر به من فقیر رسیده است. اگر به الله قسم بخورم، حانیس نمیشوم که من از مرگ و از هیچ قدرتی در دنیا حراس نمیداشته باشم. علنی گب میزنم و پوسکنده گب میزنم در مقابل ظالم، هر کسی که باشد ایستادگی میکنم. من نمیتوانم در فردای قیامت در محضر رب العالمین ایستاد شوم و ظالم هم آنجا ایستاد باشد و الله عز و جل من را به همراه ظالم ایستاد بکند و بگوید که ای عبدالشکوری بدبخت، تو چرا صدای خود را بلند نکردی؟ خب این ملا را گفتیم که ملا جاسوس است. این ملا کیست؟ این ملای دیگه ببخشین که من دفعه درست کنم نمی. خب این ملا را میگین که این ملا جاسوس است. خب برو همین ملا جاسوس به نظر شما برو سعیست جاسوس است. من چند ملای دیگه را میمانم با ظلم طالبارم میمانم. این ملام جاسوس است؟ باشید که من ایره درست کنم به خاطر ازی که باز گرچ که اوکی این ملام جاسوس است؟ چرا پشتون ما را تحمل نمی کند؟ چرا ما به عنوان یک تاجک پشتون و برادر ازبک خود تحمل نمی کنیم؟ چرا بر اسم عنعنات برادران مخالف خود احترام نمی گذاریم؟ چرا این همه انحصار گرایی و تق قومی و بالاخره انحصار طلبی تا بکی؟ زیر نام اسلام، زیر نام حکومت اسلامی، زیر نام امارت اسلامی ما داریم برادر مسلمان خود تهدید میکنیم و موضوعات عصبیت و موضوعات زبان پرستی را دامن میذاریم. والله قسم مرگ است، والله قسم جای شرم است. والله قسم ملک الموت نه پشتونم اشناسم، نه تاجک تفکیک میکنم، نه ازبک تفکیک میکنم. و خانه قبری که ما در اوجه دفن میشویم در بین تاجک و پشتون و ازبک و این و آن تفاوت قائل نیست. کرامن کاتبینه که نامه اعمال ملکو را نوشته می کند بدون تفاوت نوشته می کند. ما مسلمانیم و فرزند آدمیم، تفاوت ما بر اساس تقوا و بر اساس دیانت باید بوده باشد. امروز ملت مسلمانی افغان در حالی که ملت ها و کشورهای اسلامی باید یک ملت و یک دست و یک پارچه بوده باشند، اما این ملت یک دست و یک پارچه را امروز به 57 کشور اسلامی تبدیل کردند و پارچه پارچه کردند و این کشورهای اسلامی را هم در میان خود نمی گذارند که حتی یک کشور افغانستانی با 34 میلیون در بین خود متحد یک پارچه بوده باشند. ازبک وقتی در قدرت میرسد در تلاش حذف پشتون است. پشتون وقتی در قدرت میرسد در تلاش حذف دیگران است. تا که میتونیم باید از هر جای ممکن این ملام جاسوس است؟ شاید بعدا به گوششان برسد.
اگر تو اعلای کلمت الله را میخوایی ما چی گناه داریم که دفتر به دفتر ورق در دستت میگردی که مولوی عبدالقدیر را از مسجد جامع تبدیلش بکو، مولوی عبدالقدیر را از مسجد جامع تبدیل بکو. برای تو مجاهد خائن میگم، برای تو مجاهد ظالم میگم، برای تو مجاهد نفسانی میگم که ای مجاهد ظالم، ای مجاهد بی شرف، ای مجاهدی که از نام جهادت فقط به خاطر درآمد پول دنیا استفاده کرده، صدای ایمالام جاسوس است و این دنیاست فردا محکمه ای وجود داره که آخرت است که اون جای عدل و انصاف است، محاکمه ای وجود داره که در حضور خداوند ذوالجلال همگی حاضر میشیم. اما تو امیر المومنین سید فردا باز به این قوم، به این ملت، به این مجاهدین، به این کسانانی که بالای تو حق داره پاسخگو خواهد بود. بس تنها هستی، نه قوم در کنارت است، نه مجاهد در کنارت است، نه حکومت در کنارت است، تنها هستی. مثل دیگران برهنه و لوت استاد هستی. از پیشت سوال میکنه یک من نمیترسم. خب در مورد ظلم طالب که میگن، ما یک کلیپ از تلویزیون عمو انتخاب کردیم، شما یک کلیپ ببینین. ای ظلم طالب، ای علمای دین بسیار زیاد از قالب مقابل طالب استاد شدن، یا میفهمن که طالب دین واسطه قرار داده، دین برشان یک ابزار است. آل متوجه شدن که ما دین ما خود به این ترتیب است. دین از یا مثلا اول در قسمت از امی که تمام قانون خدا را طالب در زیر پای خود مانده، امروز این ملاها با اینترنت سر کار دارن، با همه چیز سر کار دارن، میبینن که یک مشت داکو در افغانستان آمدن یا دروغ میگن در مورد ظلم طالب. میخواین ببینین ظلم طالبه هی امر ده سلوره می نهی والا را گلو دیر کولو خود چکا بلورو کرده کول در رشوت سره هم گوخته ده سره هم رشوت بوده چه رشوت نوار که چه رشوت نوار که دقا با دیالی ده ده مسلمان ها بل تاو گورا بول ده مخی وارا بل ده مخی وارا بل ده مخی وارا ما تو گود دینور تختیدی دیدی چنوار که دقا با دیالی بل ده مخلوق الان راش ده زخمی الان تیو گورا زخمی الان تیو گورا ده والا را بیا تختیدی نه بیا با والا دا غره اسلام دا غره دا غره لا سنا ما دي ګو يا پسيرا کو يار ور ګره دا مسلمان انا وزر زاري ور تکواني مني غرفه په سر 2000 روپي تار پرني باشین که ما بیننده عزیز با معذرت که ما این کلیپ درست کنم که ظلم طالبه تا جایی که میتونم در برنامه بر شما بارم که شما ببینین که طالب به چی اندازه سر مردم بیچاره و بدبخت ظلم میکنن که واقعا دیگه به نظر من نه عدالت است، این یک بی‌عدالتی مطلق است. این ظلم دیگه طالب ببینین، خب ببینین که هموطنهای ما چی میگن، خوب با دقت گوش کنین. خدا من را گفت راست خدا بتن، من گفت خدا شرخیم بتن کروشگر که ما رو نایب بود دو تاره گفت کار نکو پیسه دار رسی، گفت نان تا خدا میده. چه رقم خدا میده هوایی؟ ما گفتیم فامیل نان تیاری جید یشت و ما مرچه لگز بد پدری نان ها پیدا نمیشه. گفت نه فامیل خدا میده تا میگه کراچی رو بار کرد برد. از چند نفر برد؟ یارد دمیلین همی کم برده باشد 200 نفر خود برد. نرفتین که یک چند نفر گرفته برین؟ پیش رئیس نایه رفتیم، پیش مدیر نایه رفتیم، پیش مقام نایه رفتیم، پیش فامی همون نفر که عملیات میگم برو گفت فامی بعد بیادر گل کی داده کی گره.
نمی ما نصیبم یک خلطه کچالی رو نه دلم سر برای ما یک جای نشان بدهیم که ما یک جای بشینیم خیلی کجا بگردیم میگه برو نان تا خدا میتن آمر چی سعی میکنیم سن آسمان که چو با خدا من نازه نمیم اولش دو تا کراچی مرا بردیم دو تا کراچی شما را بردیم دو تا کراچی مرا بردیم من رفتم به خدا من را گفتم راست خدا بتن من از خدا شرخی میتن امروز یکی از هموطنهای ما از کابل بر ما زنگ زد و بازم در مورد کسایی که تقاعد کردن در افغانستان و اینا غیر از پول تقاعدی دیگه هیچ چیز دیگه ندارن پول تقاعدیشان نمیدن ظلمی که طالب در این 2.5 سال سر مردم کرد غیر قابل باور است ایره بسیار ببخشید که من تنها ایره نمیگم تمام دنیا ایره میفهمه ظلمی که سر زن میکنه ظلمی که سر مرد میکنه ظلمی که در دوائر دولتی میکنن تعصبی که دارن باشین که من یک چند قصه ظلم از اینا را در مورد دیگه اقوام بگویم یک چیز براتون بگویم که در اینجا نشته میکنن که ولای ملا تعصب و ای ملا اعتراضی ملا ای ملا واقعیت مملکت تا میگه چیزی که در زیر ریش طالب امروز جریان داره این ملا میگه چرا از حقیقت میگروزین برای ازی که پشتون هستی وقتی که پشتون هستی از پشتونای خائن تروریستت باید دفاع کنی جا 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 اونمونا که اونمو قدر تروریست و خائن و جنایتکار که هستن دوز داکو امروز مملکت ما رو ببینین که اینا خبر خدمت نامدن که بر مردم خدمت کنن تمام کار از یا پول جمع کردن از مادن افغانستان با لیلام گذاشتن است خدا میخواین ما تا میلیونر بسازن مثل دیگران مثل مجاهدین یارتان است مجاهدین اینا ما براتون میگم امی آدمی که در مسجد امی گپ میزنم امی word of mouth که میگن یعنی یک گپ که از دهن به دهن انتقال میکنن با خدا از امی تلویزیون از امی رادیو از هر چیز که در word of mouth در تمام افغانستان میپیچه گپای از یادم و دیگه ملا در تمام افغانستان آیسته آیسته شروع شده و هر حکومت را که هر حکومت بسیاری از حکومت هایی که از افغانستان حکومت ها از بین رفتن ملا ها باعث شدن این همی ملایی که با خدا عقیده دارن با قرآن عقیده دارن امی آدم میگه که قانون خدا دیگه چیز است قانون از اینا دیگه چیز است من نمیتونم 14 دقیقه صحبت های از یادم برتون بارم بسیار تعجب میکنین چیزایی که من میگم عرفتم چیزایی که از سازمان ملل میشنوین چیزایی که از دخترام میشنوین این به حساب قومی نمیگه که به خاطر که قوم پشتون از ما اگه نمیاره یک تاجک سر قدرت باشه و ظلم سر دیگه اقوام کنم من این گپ میزنم از آره باشه من این گپ میزنم از هر قسمت افغانستان که باشه من این گپ میزنم اما شما بازم برتان میگم که آنقدر کور و آنقدر کر استین که برتان یگانه چیزی که مهم است قومتان مهم است که پشتون است صدقه از این پشتونایی که امروز چقدر مخالفت با این گروه تروریست داره او کسایی که آمیای پشتون هستن او کسایی که لابی میکنن برای پشتون یک روز میرسه که تمام ملت افغانستان از میریششان بگیره و به تکتی کشان کنه یادتان باشه این در تاریخ ما این گپا بسیار زیاد آمده حالا شما ببینید امی یک عالم دین در مابین کابل ببخشید در تخار در مقابلش صدها شاگرد نشسته نه؟ شاگردای هوشیار بیداره که هر کدامشان تلفن دارن با دنیای امروز آگاهی دارن اینا نشستن و اینمی آدم میگه که اینمی گروهی که آمده اینمی گروه مسلمان نیست اینمی گروه وقتی که راجع به دین اسلام گپ میزنه زمین و آسمان از دین اسلام فرق داره ما در اینجا گپ از دین میزنیم ما در اینجا گپ از خدا میزنیم ما در اینجا گپ از قوم نمیزنیم اینا چی گپ میشه؟ اینمی صد نفری که مثلا در مسجد هست اینا هر کدامشان خانه میرن اول امی صحبت های امی مناسبه برای مادر، پدر، خواهر و برادر خود میگن کلی از او میگن که ولی یک گپ قط است اینا تلفن باز به ولایت به ولایت کلپ میگیرن روان میکنن یعنی تمام ملت افغانستان آهسته آهسته آگاه میشه که در زیر ریش یک گدی تررست که فقط برای قدرت فکر میکنن فقط اینا آمدن برای قدرت فکر میکنن اینا بالاخره رسوا میشن حالا شما سعی کنید من یک چیزی براتون میگم
یک مثال برتان میگم. حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، محاز اسلامی، حال دگاهش هم نمیگم. شما یادتان است که در جنگای داخلی در افغانستان کدام خارجی بود؟ کدام حزب اسلامی حزب جمعیت میزد؟ جمعیت حزب اسلامی را میزد، مجاهد مجاهد را میکشت. مگر به خاطر ندارین؟ اما در آخر هر کدامشان مالتای میلیونر شدن، هر کدامشان پولدار و پیسه‌دار شدن یا نشدن، او کورا، او کسایی که چتلی طالبه میخورین، شما را میگم اینمی نام اینمتو میشن، مثل اینمی مجاهدین تن یادتان نره، نام امارت اسلامی. امارت اسلامی با حزب اسلامی با جمعیت اسلامی هیچ کدام فرق نداره. کارایی را که امروز میکنن عین اون امور کارار کردن. مجاهد امره مجاهد جنگ میکرد، مجاهد حتی یادخانه کعبه رفتن، مجاهدین سرای مجاهدین، علقه مجاهدین سرایشان، اینا در خانه کعبه رفتن، اینا تر یک قرآن گرفتن دست خود در سر قرآن شریف ماندن که ما که کابل رفتیم دیگه جنگ نمی کن. کابل کاملا کابل رو ایران کردن. چرا راجی به ایدک نمی زنیم که طالب همونه بو رقم هست، طالب هم مثل مجاهدین است، هیچ کدام فرق نداره. هیچ امروز مگر نشنیدین که در کجا بود، قندار، کماندان خاص قوای امیرالغایبین 300 جریب زمین غصب کرده، 300 جریب زمینه. او برادر چرا قال مقال داری که 300 جریب چیست؟ مگر فراموش کردیم که در زمان جمهوریت چقدر زمین ها غصب شد 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 شد، همگی در سرشان سبیل ماند. امروز دست طالب افتاد، امروز طالب غصب میکنه، نمیفهمم از دوکان میسازه و خانه میسازه برای خود، این میکنه و آن میکنه. اینه بی طالب در ظرف یک دو سه سال آینده که زده از افغانستان خارج شوه، هر حکومت دیگه که بیایه این میراث به او حکومت میرسه. ای از هیچ کدام از این نیست، این زمین را که غصب میکنن یا هر بلایی که میکنن، این جنگ اسلام با کفر، ای فقط کل از این گپا دروغ است برادر، ای فقط جنگ سر قدرت است. چرا نمیخواین که بفهمین با تمام علمای دین، تمام علمایی که در افغانستان است، رسالت مسلمانی و اسلامی خدا باید بجا کنن، همه گینا در هر ولایت که هستن یک جای شون و طالب بگویه که ما شما را میخواییم به خاطر گرفتن امتحان دین. بله، یا در غیر از او get the shit out of here و دیگه نام اسلام نگی. یک نوکر امریکایی آمدن نام اسلام اسلام اسلام، در غضب خدا شویم که اسلام گفتنتان. یاید که یادیست یعنی می آوردم ایران و دروغ گفتم ایران، آوردم ایران و دروغ گفتم ایران. مگر ما نمیفهمیم در مورد دین، در مورد اسلام، در مورد قرآن، مگر ما هیچ خبر نداریم اصلا؟ نمیفهمیم. باید از اینا بشنیم، اینا کلگیر مسلمان میسازن. وقتی که مردم هوشیار شدن استاستا، مردم افغانستان که هوشیار شد، باز میفهمن که طالب از تنظیمای جهادی، از رهبرای جهادی هیچ کدام تفاوتی نداره اصلا. اون او یک آدم قاچاقبر مواد مخدر، بشیر نورزای است، نورزوی است، چی بلاست، او را بسیار تپ و تلاش کردن، اینقدر تپ و تلاش کردن با تبادله با یک امریکایی او را از زندان خلاص کردن. اون شنیدین امروز تمام قراردادها را امروی چین و آدم به دست گرفته، او کلان قاچاقبر مواد مخدر است. در زمان ملا عمر قاچاقبری که میکرد، باز اونمو ملا عمر اینمی که حکومت گندش تمویل میکرد اینمی آدم. اما در آخر که خط بگویم کل فساد زیر پای امریکاست، زیر پای هیچ کس نیست. خب اینا رو باشیم که من یک
عکس برتان بانم که دیگه بسیار مرا دیگه بسیار آزار میده در این روزا و این گپ هم بسیار زیاد شده. در مورد از این که شما راجع به قومتان گپ میزنین، قومتان پشتون، قومتان پشتون طالب صحیح است که متاسفانه پشتون است، مگر پشتونای شریف و نجیب هیچ وقت با طالب موافق نیست. هیچ وقت پشتون تعلیم یافته، پشتون با دین، پشتون با خدا، پشتونی که میفهمه که طالب چی میکنه، او هیچ وقت امروی طالب یک جایی نمیشه. ای کسایی که کونه پیخ و نوکر طالب و به خاطر منفعت شخصی خود که کابل بره که خانگه که خود بفروشه که یک ذره چکرک بده، این تعریف طالب مالبه میکنن. این از اینی خاطر برای اینکه یا کسایی هستن که مثل ماش لول میخورن. در این وقت که مجاهد بودن، امروی مجاهد بودن، امروی کرزای بودن، امروی غنی بودن، اینا امروی طالب هستن. در کار خدایی یکم انسان شود که میشن. یک ظلم دیگه طالب برتان میمانم، منتها نمیتونم که صدای زیر بینینده عزیز بلند کنم، برای اینکه این بسیار زیاد مرا اذیت میکنه. من نمیفهم که چی رقم بارم طالب در اینجا مدارم، میشه که صدایش پخش کنم، برای اینکه شما اذیت میشین، بسیار اذیت کننده است. امی نمیفهمم، ببخشین اگر من نمیفهم، اگر شما بر من اشتا کنین در فیسبوک اینا، امی یک پلیس به دستش که یک چیز می باشه که برق که میتن، امور چی میگن من نمیفهم. یک رقم مثل اینطور یک چیز است بازیر بجان یک آدم که میزنن باز آدم برق میگیره، امور چی میگن من نامشه نمیفهم. اگر نامشه برمشته کنیم بسیار زیاد خوشحال میشم. چهار دانه طفل معصوم هست، چهار دانه طالب کثیف مردار در یک اتاق شانده و این زمان اینمی با اینمی لیزر است یا هر چیز است اینه میزنن و همتون نه چی رقم برتن بگن که چی گریه میکنن و همی میگه که دیگه خیانت میکنی، دیگه جنایت. یک طفل 12 ساله را آوردن از برای خدا باشین که چی. سومی جان قند نشته که تیزر گن یس اون از اینمور سلطانه جانم نشته کردی، یک دنیا تشکر. من میره میمانم، اما یک چیز است که میره که بانم مشکل در اینجاست که من بسیار میترسم که شما میره باید نبینین که بسیار یادم جگرخون میسازه. الله که اولادایتان باید در مابین مساجد نمانین، که اولادتان بر عیات اولادتان برباد میشه، طفلایتان نمانین در مساجد. سعی کنین من فقط یک ثانیشم میمانم زیاد شنی. ایره که من دیدم واقعا به حال افغانستان، مردم افغانستان، اطفال افغانستان واقعا گریه کردم. و هر چیقی که پسرک میزنه، هر چیقی که ایوانک ها میزنن، دل من همتون تکر تکر میشه. سعی کنین یک دفعه؟ یک بسیار کم میمانم، زیاد نی. نمیتونم دیگه، خودم هم دیده نمیتونم. کتکت مردکای کثیف مردار اطفال میارن در یک اتاق با تیزر است یا هر چیزی که این رقم جزا میتن. اول من چیزی نگویم، من که 35 سال است با مقابل زمین کمره هستم و جنایتی کثیفا رو میبینم، چیزی باید نگویم؟ نباید بگویم. نه تنامه این وظیفه و رسالتش تمام شما مردم است که باید بگوین که کثیفا امروز مردم افغانستان داغ داغ کردن، داغان داغان، که لای خداوند یار جزای روی دنیا رو بتک انشالله میده. من یک کلپ یک عکس برتان میمانم. راستی پیش از اینکه عکس بانم میره سعی کنین رقص کردن بر ما و شما بسیار یک چیز بد است از نگاه از یعنی هر چیز. اما اینا میرن در مابین مسجد، در مسجد اتن مندازن. سعی کنیم
بله بله از اینا هیچ چیز حرام نیست. یک آدم بود بر من یکی از بیننده از کابل نشته کرد گفت که یک آدم در افغانستان گرفتار کردن به نام عارف عاطف مختار. عاطف مختار میگن سرش 50-60 عریضه است، بازیر برای یک چند وقت در زندان انداختن، اونه از زندان کشیدنش و لابای سیاسی در افغانستان مملول خروج است. اونه میگه در مباری برنامه راجع به طالب تبلیغ کرده میره. ما دیدیم به سالها که چطور یک حکومت از بین رفته و اینا هم از بین میره. ایتو نیست که اینا میمانن. هیچ چیز در این دنیا فار ایور نیست. نتنگ. حالا شما فکر کنین که یک قدر مردم در فساد یا غرق هستن. در فساد. پدر وزیر پترولیم از افغانستان شاهبودین دلاور، بچهش سفیر در ازبکستان. سعی کنین این یک سر اینی تمام خاندان یک وزیر است که در تمام یک زوجش یک وظیفه داره، دیگه بچهش دیگه وظیفه داره، دیگه بچهش دیگه، از خاندان خاندان اینا وظیفه دارن. خب مسخره بازی نیست، مملکت خزینه نیست، مملکت از طالب نیست. طالب مملکت افغانستان یعنی قواله ننه و ننه کلان و پدر و پدر کلان تا نیست. این گپ هم میفهمین یا نمیفهمین؟ این دختر جوان باشین که مکس زیر پیدا کنم بانم که دختر که من روز در رسانه ها که اکشن میبینم بسیار بیهد و بیاندازه من جگر خون میشم. این کدام کاری نکرده بود؟ هیچ کدام کاری نکرده بود. کدام کاری که بر ضد قانون باشه. فقط عدالت میخواست، مکتب میخواست، نان میخواست، کار میخواست، دیگه چیز نمیخواست. اینی دختره بردن برای چندین ماست که نامش نام از این دختر است منیجه صدیقی. اینی دختر جوان سعی کنین یک دختر جوان 26 ساله را از روی سرک بردن یکونی ماه یا دو ماه یا سه ماه نمیفهم که یک چند روز است. این دخترت در مابین زندان نگاه کردن حتما کشتن. خاله چیز نمیگن چون همی نامش چیز حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر یا بسیار زیاد آله سر طالب بسیار فشار آوردن که دختر باید رها شود. باز ذبیح الله دروغگوی مجاهد باز میایه میگه والا این دختر یک کار غیر قانونی کرده بود. این غیر قانونی و کثافت این دختر انفجار کرده بود. در وقت انفجار گیریش کده بودی، در وقت انتحار گیریش کده بودی، مثل شما کثیفایی که انفجار انتحار میکردین. چه کار را این دختر کرده که غیر قانونی است؟ آمده استاد شده گفتم من نان میخوایم، عدالت میخوایم، آزادی میخوایم، حق خودم میخوایم. این دیگه پزده کدام چیز دیگه نگفته. خب بسیار زیاد مره بودن از این دخترهای جوانی که در زندان هستن واقعا مرا بسیار بسیار اذیت میکنه. منیجه صدیقی با ما هاست که در زندان طالباست. ما یکی دوتا را میشنویم که من نمیفهم چند نفر نامایی که اینا فعالین سیز فعال حقوق بشر بودن و در زندان طالبایی را برده. خدا میدونه که در زندان طالبا چقدر دخترهای تاجک و هزاره همونطور سر به سر افتاده از ترس. از زن ترس دارین، از ما زنا هراس دارین، از خیرات سر اینمی زناست که شما کثیفای مردارا را هیچ کس به رسمیت نشناخته، هیچ دنیایی به رسمیت نشناخته ایتن. بیننده ایزی شما به خاطر دارین که هر باری که نمیفهم که شما چقدر اخبار تعقیب میکنین یا نمیکنین. خب باز من میایم براتون میگم که در اخبار چی که باز در یک گفته اینا امی هر نشسته که در مورد افغانستان میشد نشست 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 سر نشست نشست سر نشست یا هم ساعت خود تیر میکنن این خارجی ها و ملل متحد و نشست ها و یا بازی طالب ها دیگه عذر و زاری میکنن که ما هم باید در این نشست باشیم و ما را هم باید دعوت کنین. حال در 18 و 19 یک نشست است در دوحه سازمان ملل و نشست است. خب یا چی میکنن دیگه؟ مثلا یک صد نفر که خبر کنن صد نفر برشان یک ویکیشن میشه. در بیترین اوتلا میرن برد و سیشن یک ویکیشن بیترین نانه میخورن
بعد از او از ما بین از این نشست مبرند سخالی من پس طرف خانه خود باز یک چند وقت بعد میگن بیاین که یک نشست دیگه کنیم. آل در این نشست طالب میگه بیا دعوت هستی. طالب میگه نه نمیایم. تو اول به ما اجندای تروان کن. حال شما این گپ بان این گپ بشنین که دو پیسه یک طالب ترارست از دوها خدا می دوهرم دیگه باشین که دوهرم باز ما و شما میبینیم آل جنگایی که در منطقه است. دوها به نظر ما شریک جرم طالب است و سالها طالبه چی کرده؟ حمایت کرده، تمویل کرده، پول برشان داده. دفتر اینمی کسیفا امروز در دوها است که دفتر باید بسته کنن. آل میگه اجندایتان رو به ما روان کنین. دی نشست رو جیبه چی گپ میزنیم که ما اول ببینیم بخوانیم بعد از او باز ما فیصله میکنیم که بیاییم یا نبیاییم. اینی یک گروه وحشی ترارست از پشت کو آمده امروز خدا زده دنیا را که از دنیا میخواه که گمش کامو اجندایتان رو بر ما روان کنیم که در اجندایتان چی است. آیا در اجندایتان هم ریش ما را میکنیم که چرا مکتب دختره را بسته کردی؟ آیا در اجندایتان ریش ما را میکنیم که چرا زنها در افغانستان عوام کرده نمیتونه؟ آیا در اجندایتان ریش ما را میکنیم که حقوق بشر زیر پای کردین، نقص کردین؟ این گپا رو جان خالیش اگه برتان بزنه شما دید اونجا شاید یگان زنان باشه. خدا کنه که یگان از زنای افغانستان، زنای مبارز افغانستان، شکریه بارگزای نه، فوزیه کوفی نه، دوتا نه، یا زنای افغانستان نمایندگی نمی کنن یا با سالا در افغانستان بودن. من در پروگرام لشکری دیدم که فوزیه کوفی یک مافیای مطلق بوده. گم شوین برین. امروز خون خود از دخترهای افغانستان در دست خود گرفتن، در سر سرکای افغانستان، در جیلای افغانستان، در زندانهای افغانستان هستن. تو در موبایل لندن ششتی با چادرکت میپوشی میایی زنهای افغانستان، زنهای افغانستان، زنهای افغانستان. از که رخص کن اردویتان اینا باید در هیچ دعوت دیگه دعوت نشد. فوزیه کوفی و شکریه بارگزای این دو زن باید هیچ وقت در هیچ جای دعوت نشد. برای اینکه در هر کجایی که دعوت میشه اون زمود دعوت مردم استفراق میکنه، میگه اون همون دو تا زنی که در افغانستان از آرا فساد میکردن در پارلمان بودن، امروز اون همون نامی از زنهای افغانستان نمایندگی میکنن. چرا زن افغانستان اینا نمایندگی کنن؟ یک خانم شجای مبارز در پاکستان نمیفهم پاکستان است یا کاناداست، به نام مبارز، مونسه مبارز، اونو باید در دوها باشه. او دختر جوانی که در بروزها در سر سرک آلمان در زیر یک خیمه افتاد باید اونو باشه. او دختری که برش در مابین زندان بردش طالب و چیزی که از این حقش آمده در حق از دختر او باید باشه. تو برچه باشی؟ تو چی دیدی؟ به خاطر از اینکه نرمک 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 گپ میزنی از این خاطر او از شما که بهتر گپ میزنن. دخترای مبارز، دخترای مبارزی که در افغانستان در این 3.5 سال تک تک شدن اونا باید باشن، نه شما که با پول، با پول و زندگی و آگاه و بارگاه از افغانستان برآمدین و در مابین خارج هستین و حال در هر نشست اینمی دوتا حال در تمام افغانستان دو زن است که از افغانستان نمایندگی کنه، یکی فوزیه کوفی، یکی هم شکریه بارگزای. نه خیر، این دختر منیجر که اینا در زندان نگاه کردن، شما آیا احساس میکنین در مورد فامیلایشان، در مورد پدرشان، در مورد مادرشان که اونا چه قرنگ میبرن که در حق اولادم در زندان چی گپ میشه؟ الله توبه، چی باید بینید های عزیز؟ خب باشیم که حالا من یک عکس تغییر بدم که من عکس فریز کرده، کمپیوترم فریز کرده. اینی دیگه کس یک داکوی بسیار درجه یک در افغانستان است، یک ترورست به تمام مانا. ای حتی میخواست که مردم اگر به تسر عزت پیغمبرم
ایت اومد کرد اگه یادتان باشه که در کانتیننتال حضرت پیغمبر آمد و امضا کرد عریضای انتحاری ها را که کلشان در جنت باشید که من عکس درست کنم. اوکی. ایک از نامش از سراج الدین خان اقانی، $10 میلیون در سر از این امریکای ها مانده و امریکای ها باز میره در افغانستان امروی از یا داد گرفت داره امروی از یا رابطه داره. باشیم که یک کلپ دیگر هم آماده بسازم کم رو میدفسی کنیم. خب اول میخواییم این کلپ ببینیم بعد از با سر سر این طالبای کثیف گپ میزنیم. شما ببینین که اینا این همی خارجی میگن که ما امریکایی ها را کشیدیم که امریکایی ها را کشیدیم که امریکایی ها را کشیدیم، اما ببینین که در یک دسترخان امرای امریکایی ها نشسته. نگاه کنیم. با چی افتخار باز عکس گرفت؟ با چی افتخار عکس خود گرفت یادم؟ با چی افتخار خود پیش کرد که نشان بده که ما امروی امریکایی هستیم؟ و ملت افغانستان شما چی وقت بیدار میشین؟ چی وقت بیدار میشین که یک گروه متحجر، یک گروه وحشی، یک گروه هیچ، بی ادب، بی تربیه، بی تعلیم، کوی، بی فرهنگ آمدن زندگیتان رو برباد کردن؟ اینا رو من یک چند قصه اول میکنم بعد از او باز میرم به یادم. در مکتب زرخونه در کابل یک مکتب داشتیم به نام زرخونه. این مکتب زرخونه از صنف اول تا صنف شش شاگرده که میرن، بعد از صنف هفت لیسه زرخونه دیگه محو شد، خلاص شد، فقط از صنف اول تا صنف شش شاگرده میرن. در اینجا یک مدیری فوق‌العاده به سالها در این مکتب زرخونه بوده. یک روز همگی معلم‌ها را میخواین که میتینگ مدیره صاحب است، حال میبینن که در بالا یک زن حجاب پوش زاخ پوش که فقط چشماش دیده میشه در بین زنها در بین مکتب، گفتن که این مدیره صاحب کارش خلاص شد، این مدیره صاحب نو. یک زن طالب بی تعلیم با اجاب زاغی در مابین کشال 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 ای در مابین مکتب زرخونه را میره بحیث مدیر عمومی. بحیث مدیر عمومی به خاطر از اینکه یال واسطه ها بسیار قوی است. یک گپ دومی است که یک جوان یک غریزه را گرفته رفته در مابین یک وزارتخانه. در تمام وزارات که در افغانستان ما و شما داشتیم که به پشتو و فارسی عریضا آمد چی می بود؟ در دو زبان استفاده می شد. اینا چی میکنن؟ به مجرد عریضی تانه که به دست در یک وزارتخانه برین بتین، اول خود تمام فارسی را محو کردن از وزارتخانه، دوم به مجرد که استاد میشه میگه پشتو خبر که بی آدم اگر نفهمه با جا بشه نمیده، اما در زیر هر عریضه با پشتو نشته میکنن. این بچه گفته ولات بیا که ایره مده یک چند وزارت دیگه هم ببرم که تنامی وزارت هم ترست یا تمام در تمام وزارتخانه های افغانستان تمام اعلامی هایشان تمام فرمان هایشان تمام گپشان سخنشان همه گیش با پشتو است، فارسی را محو کردن. این تعصب نیست چیز؟ این تعصب زبانی است؟ تعصب مگر شاخ داره؟ تعصب مگر دم داره؟ اینا رو یک جوان دیگر رو من قصه شبرتان میکنم. این جوان رفته در جایی که کارهای تخصصی باشه باز امتحان گرفتن است، گروه بی سواد امتحان میگیره. یک جوان بسیار رشیدی که فاکولتر خوانده در مشخص نمیگم که باز یک دفعه کس متوجه نشه راجی به این جوان ها. بازی رفته در امی وزارت که من کار میکنم، گفته چرا نی؟ تمام اسنادی های خود نشان داده. باز گفتن که سه امتحان است، اگر در امتحان کامیاب شدی این گپ هر روز برای هر جوان افغان میشه.
این گپ ایست که در مقابل جوانای افغانستان بچه ها زن ها خود خانه هستن و خود اگر پیش از این تایفه بدوی و خود هیچ باعث انسان هم نمه بازی بچه جوان رفته امتحان اول تحریری بوده باز امتحان اول که داده کامیاب شده امتحان دوم شارت کت میگن من نمیفهم که شارت کت در اونجا چیست به من شکرده که به من گفته که شارت کت در اونجا هم چی شده کامیاب شده باز برش گفتن که نال امتحان سیومی اگر طالب صاحب تا رو قبول کنه اونا باز کامیاب میشی امتحان سیومی چی رقم است؟ در هر وزارتخانه ای گپ است امتحان سیومی مقابل یک طالب بی سواد باید بشینی و طالب بی سواد از این بچه اولین سوالشی بوده که پشتو خبر کوه این بچه گفته کم زیاد میفهم با پشتو تمام سوالش گفته که جهاد کردی این گفته والا ما وقت فاکولته رو خلاص کردم تمام شد شما آمدین سواز خود وقت جهاد هم نبود ما تعلیم درس خوندم نه از فامیلت که جهاد کرده گفته پدرم فوت کرده پنج خور دارم من آنوار خانه هستم کس دیگه در فامیل نداریم نه منظورم از پدر و مادر و خوارایت نیست منظورم از کاکایت بچه های کاکایت اینا کدام از اینا جهاد کردن و کدام از اینا امروز امروی ما کار میکنن در امی در کدام دفتر با او گفته نه والا در فامیل ما کس جهاد نکرده گفته بسیار ببخشید در انتظار در عریضهش نشته کرده در مو عریضه یک چی هرچی که بوده گفته این به انتظار باید باشه وقتی که برامده آمده در اون جایی که امتحان گرفته بود گفته بود که این مره گفته به انتظار باش گفته بچه این برو پشت چی روانت کرد باشه نمو یک چیز بود گفته بود باید کار نمیده ببینین که جوانای افغانستان که فاکولته خواندن به خاطر از اینکه پشتون نیستن به خاطر از اینکه جهاد نکردن اینا باید کار نکنن باید جهادی های بی سواد بی سوی لو کلاس باید کار کنن خب به هر صورت بین که راجع به سراج الدین حقانی گپ بزنیم سراج الدین حقانی که وقتی کمی که میگن دگور تالی همین کلانا همیشه در افغانستان میگفتن دگور تالیم کی گپ شد دگور تالیم کی گپ شد دگور تالی افغانستان که یک تروریسته که نامش بسیار کلان در سازمان ملل نشته شده که سراج الدین حقانی تروریست و ای آدم در شهر کابل چقدر انفجار و امو انتحاری های خودم استشادی های خود روان میکرد مردم بیگناه رو میکشت آل سرپرست نامنهاد یک گروه کثیف به نام طالبا در وزارت داخل است یعنی مرد باری که سعی میکنم در او هفته پیشتر که من امرای آقای معارج مصاحبه داشتم کمو یه گپ زد که گفت ذلتم به دست خداست حکمتم به دست خداست هم یک چیز گفت نه خداوند یک گروهی که به زور جنگ به زور کشتار کلکشینکوفا ده بغلشان خداوند سنه هر کدام از اینا سعی میکنه بالاخره اینا رو جزا میده نداد ما شما به می چشم خود ندیدیم همی رهبرای جهادی را خداوند جزا نداد تمام خانه جای زندگی موتر پول همه چیز از پیششان نگرفت عزتشان آبرویشان امروز به داکوا دوزا فراریا مشهور است اشرف غنی را سعی کن که اشرف غنی را سیایی گفت برای دیگه کارت نداریم گرد بی عزت و بی آبرو کرد از افغانستان سیایی کشیدش امریکایی ها که هستن سر کس رای نمیزنن تا که منفعتشان باشه نگاهیت میکنن به این مجرد که منفعت نبود زده یک آدم به یک ترتیب بسیار فوق العاده و شیرانه میکشن خب به هر صورت این آدم که یک آدم واقعا بسیار بیفرهنگ است یک آدم اطرافی است در شهر کابل این دموخانه های بسیار پیسدار که از هر کس مانده بود در امون یکی از خانه را غصب کرده چی موترهای میگن در زیر پایش است عینن زمان جمهوریت این گپ رو میفهمین که میزنه رمضان بشر دوست میزنه شما گوش نمیکنین من چون گوش میکنم
پرابلم ما شما ایست که شما گوش نمیکنین. باز همه چیزها رو من روز یک شنبه برتان میگم. رمضان بشردوست در مورد فساد از اینا چیز میگه که فساد از اینا دیگه، همو فساد از نقطه نظر پولی، فساد اداری، در هر چیزی ها نمبر وان شدن، نمبر وان هستن. این یادتان باشه ای گپایم. این امی گپا رو من در مقابل تنظیمای جهادی میزدم و سالها این امی گپا رو من به مقابل کرزی و غنی میزدم. ببینین که چطور تمام گپا راست بودم و دونمون زمان هیچ کس باور نمیکرد. کسایی که نوکر تنظیما بودن، کسایی که نوکر گلبدین و ربانی و این و آن بودن، اما سنگا در فرق من میزدن که تو چرا گپا رو میزنی. با خدا نام شورای نظاره میگرفتم، کم میموندن که از پشت کمره من رو میکنک کنن. اما یک روز رسید که تعداد زیادشان از من معذرت خواست در مورد برادرای مسعود، در مورد نام از وادم چی است، امو که مرد، معاون رئیس جمهور که بود، در مورد قانونی، در مورد عبدالا. اون یقینا دانه دانه به چشم در مورد عطا محمد نور، دوستا، محقق. اونو میبینین، قصرهایشان در افغانستان میبینین، زندگیهایشان میبینین، حیاتشان میبینین. چی شد؟ خدا امرایشان معامله کرد، خدا امرای از یه معامله میکنن. وقت قلبت پاک نبود، با قلب کثیفت مردم فریب دادی، در او بالا خدای آگاه دانا و بینان طرف قلبت میبینه. کسایی که به خدا عقیده نداریم بلایم در پستان. ما به خدا که عقیده دارم، ما همیشه گفتیم گوزران کم زران گوزران کشت کو درام میکنی، چی بدی رو کدی بدی پیش رایت میایم. به هر صورت یه آدم میره در همیشه در پکتیا میره، باز یک خندای عجیب و غریب مسحکم دارن، دان خدا کج راست میکنن. باز بر از اون مردمی که گوسفند هستن، اما مردمی که در چهار دو بغلش میشینه اونا خود کلشان گوسفند هستن. همین مردم افغانستان به تعداد زیاد با مزرعت که گوسفند هستن. بازی میگه که بالا ما همی امریکا را از افغانستان شکست دادیم، افغانستان شکست دادیم، مالینا ما را به رسمیت نمیشناسن. اگر میشناسن هم دلشان، اگر نمیشناسن هم دلشان. نوکر امریکاستین شما. شما در دوحه امرای امریکا دو سال مکمل امریکا امرایتان نگوشیشن کرد که چی کنین. براتان وظیفه داد، امریکا 40 میلیون دلار در جیبتان ارما مندازه. امی بایدن که از نام افغانستان نفرت داره و وقتی که نام افغانستان میشه میگن نام افغانستان رو بر من نگیرین، اوش کنین. اینمی بایدن میایم میگه که والا افغانستان در حالت اقتصادش در حالت فروپاشیست، ما باید تمدید کنیم که پول برشان بتیم. اینه با مای نوامبر نزدیک است، باشین که اگر بایدن خو برش دکترها سجست کرده که باید تست بگیره که کلیش حرام. خدای تو با مغزش کار نمیکنه، دمنشه داره. که اگر دکترها بگه که بله داره، اونو نمیمارن که تا کاندید تا بمیره سریاست جمهوریان برسه. کسافته. اینقدر من بایدن نفرت دارم. اینمی احساس زشته که در مقابل مملکت ما، در مقابل مردم ما داره و اینمی کار رکد. مگر یک چیز است که ترامپ امضای توافقنامه رکد، اما بایدن او را عملی کرد. اگر ترامپ می بود به این ترتیب عملی نمیشد. اینال شما مشنوین که ترامپ چی نیست که نمیگه. یک چیز که هست شما باید بفهمین که وطنهای عزیز که گروه طالب یا گروه نیابتی امریکاست، نمی بینین مگر نمشنوین. در غیر از او امریکا چی مجبوریت داره، چی مجبوریت داره که میلیون ها دلار بر افغانستان در جیب ازی طالبا روان میکنن؟ مجبوریتش چی است؟ 40 میلیون دلار رو در جیب از اینا روان میکنه، چی مجبوریت داره؟ این پول افغانستان که ثبات داره، حالا بالا پایا نمیره، از خاطر چیست؟ از خاطر اینی کمکای امریکاست. و مجرد که ریپبلیکن ها بیاین و اگر پول در افغانستان قطع شود،
باز اون وقت میفهمیم که طالب چی رقم زندگی خدا پیش میبره و پادشاهی خدا پیش میبره و امپراتوری خدا پیش میبره و امارت خدا پیش میبره. باز یک گپ دیگه میزنه که این گپ بسیار زیاد جالبه. میگه که امریکا اگر ما رو به 10 سال هم به رسمیت نشناسه ما منتظر امریکا میباشیم. باز خنده میکنه. 10 سال؟ یعنی این گروه نامسلمان شما ببینین، این گروهی که ایمان نداره شما ببینین که یا چقدر فریبکار هستن. ماسک در رویاشان است و میان در قلب خود یک چیز هستن و پیش ملت مسلمان افغانستان دیگه چیز میگن و باز مردم مسلمان بیچاری افغانستان قبول میکنن و اینا لاستاستا. یعنی شما باور کنین که از کابل، از تمام ولایت افغانستان، هموطنهایی که بر من اشته میکنن همه گیشان حال خبر شدن. این آرامی را که شما میبینین، آرامی در زیر زیر توفان است. توفان این را یادتان باشه. یا فکر میکنن که گفته ترامپ استوپید که 80 میلیون یا میلیارد دلار اصلی ما در پیش ازی هست، اصلی که تمام دنیا در پیشت باشه، در پیش غنیان بود. چطور آمدین شما امروز حاکم از این ملت بدبخ شدین؟ اونم تر یک کس دیگه پیدا میشه که اونمو با وجود از امو اصله هر کدام شما را تن ماندن والا نیست، برزی که شما بسیار ظلم کردین زر مردم. روز اول که شما آمدین من بسیار زیاد خوشحال شدم، اما حقیقت بگویم گفتم بلا در پس از یک انفجار کردن، انتحار کردن، اقلا همین حکومت گنده غنی جزایر قدرت خواست بین میره. بازی ها را خدای تو نمیمانه، خداوند جزای از یارا میده. ایواز کیا میامدن به حیث پدر، مثل یک پدر اولادای خود در بغل میگرفتن و اعلان میکردن که شما مثل اولاد ما، هر کدامتان اولاد ماستین، شما بسیار بدبختی رو در این سالا دیدین، ما شما را بسیار زیاد کشتیم، ازتون معذرت میخواییم، هیچ چیز تغییر باید نکنه، نظام باید تغییر نکنه، اردو باید تغییر نکنه. اونو را میگن زور. که اگر زور میداشتین یک کار میکردین، شما نامردا نظام هم تو باید گروی چپا کردین از ترس. هر کسی که در افغانستان میای اولین کار که میکنه اردو را از بین میبره، نظام از بین میبره. از خاطر چی؟ از خاطر ترس. اما در امی اردو انشالله رخنه میکنم کسایی که برزد تانه از دنمی اردو اونم تا که شما رخنه کرده بودین، اینا هم رخنه میکنن، را پیدا میکنن. به پای ساختگی بر مردم بزن، مردم جاهل گوسفند فریب بته، بازی بته که ها ما اترستیم، که ما اترستیم. خب باشین که من یک چند تلفن بگیرم از هموطنا. بله بفرمایین، بری خط هستین. بله تجی جان، سلام. سلام با شما، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بفرمایین. امروز که نشان دادی خب بسیار دردیده است برای مردم بیچاره ما. این باید این فیلم آقای معروف و آقای کتاب و تیمی نومر اگه گوش کنه بازیم آقای آتف مختار ما آتف کدام کدام فیلم میگن؟ کدام فیلم میگه؟ میشه با کار کنم و تورست طالب کسی به خواهی خبیس پنجابی چوچه ایرامندهی او به کار نسل میخواهی از بین ببر از رجب بارد. اینا برای نسل کشتن آمدن، اینا برای دین زان او غیبت الله کسی بش کسی از پنجاب هست. اینا کلش اینو از غرب گرسه تا شدش کلش لابیگره. شما نمیفهمین که امی گروه امرای لابیگرهاشان چقدر مردم حقیر هستن که یا محروم هستن از دنیا که یا رو بر رسمیت بشناسن. دنیا رو یک طرف بانیم، از خود ملت افغانستان محروم است که یا رو که مشروعیت ملت هست. خودت پیشتر سجا خوالا گفتی که امو موضوع شکوت که از بلایت خندوز گفتده قطعانه او آدم امروز مخفی شده میخواد پیداش کنن. خب مخفی شده خیلی بازداشتش نکردن. حالا میخواد پیداش کنن این طالب سجا خوالا اونم کمون ساخت از عالم، از اروپا،
بعد اونم خلقی ها دوباره آمده اونم کسایی که با شمول آقای اصلا و تنجار اونم کسی با کلشان آمده با سکنجی حنیم مزم و یک خورد اینا که خطاب خاین کافر رو سعی میکنن میگه فوتوشاپ هست او خبی ایکو که برادرای ناراضی چی میکنن؟ نه نه فوتوشاپ نیست میفهمین هموطن گل میفهمین که برای همیا که جار میزنن از یک طرف امریکا را دشمن میگن از یک طرف میگن ما امریکایی ها را دوانده میفهمین اینا باید چی کنن یک چند نفر ریش سفید خدا پیش امریکایی ها روان کنن او ریش سفیدهشان در زیر پای امریکایی ها بفته و بگه که بلیاز خدا ما را به رسمیت بشناسین به خاطر از اینکه اینا رضایت امریکا را کردن رضایت خدا را یا کنن اگر افغانستان را برای ما ایلاک رو ما درستش میکنیم ببینی امروز همین لابیگر طالب در پشت پنجرهای بندی خانه هست نی؟ ببینی کسی پر او کلا یزی چیز میکنه ما خود میگم که هر گذر شغال هست و ما فرقی نمیکنه از ما وطن ما مهم هست وطن ما رو تکه تکه ساختنین ما امروز خودت تشبیش میکنی خودت خون دل میکنی هر دقیقه تلویزیون چالان میکنی چی مانده؟ قریب کمی مردم کسی که در اولوپاست اونا بیخی تکتی قلبی کنه سرطان دارن اونا اکسی که مردم بیچاره پر رو میبینن در چی حال است اما اولا بگرای در کسیش نیستن هیچ بله خود تر است که منافع خودم میخواهد یک چیز هم عبرتن بگویم چی داره؟ من دفعه در تلویزیون افغانان ترسیم که این عاطف و مختار سن عظمی طالب و قرب بوین که زایده سر خلاص دیگه آخوره در اولوپا چی؟ چی عیاشی داد؟ حالا آمده در کابل کلا در سر خود کرده نه چی بگوی من او خراسانی بیادر حقانی ایدی از ماست که با ما سیف ورد بله تشکر روز خوش زنده باشین میره بانستین یک دنیا بیننده عزیز بری خط هستین خوش میکنم بفرمایین سلام سعزه جان همین شما نبودیم کتم جنگ کردین در دو هفته پیشتر خیلی هست من بسیار جگرخور شدم گفتم کاش که زنگ بزنین که براتون بگویم همین ساری من رو ببخشین چرا کار شدین من رو گفتین که از این یخن یک آدم من که خدا نکنم که من از یخن شما بگیرم به خیلی هست این شرایط کدام راست تا که بیدید چپ راست من میفهم اگر من رو خوبی دیدیم یا افغانستان دیده باشم ولی او بلا خود این یقین نبینه که چه حال از این مملکت اینجا سجد جان یکی دو موضوع جناب شما صحبت کردین اگر اجازه باشه بسا مختصر هزار دفعه بفرمایید سجد جان پیشتر همین چی در جناب شما گفتین مولوی یک نشان دادین عبدالقدیر عامی میگفت مرد این مسجد کشیدن و تو کردن تو کردن ما میگم کاش که همه طالب ها کده مرمیده به دنج بزنن به خاطر از این سایم همین قدیر آمی نام از اون قدیر آمی است مویش هم بیجنی مویار هم پرنگ آوری مانده که مردم فکر کنه که ما میشید از اون کلا معلم از اون مولویست هم همین امرالای سالی گفت ما این بیرقه ها را قبول نمی کنیم بیرق افغانستان سیاه و سفر سبز هست همین بیرق باشه ولی همین قدیر آمی همین خواهن همین مزدون نیست در تلویزیون در زیر بیرق چه اصلاف هست ما کشته شدیم ما شروع بیرق قبول کنیم این بیرق ما قتل قبول نداریم ما بیرق اسلام قبول داریم سر هدفش از این بیرق سفید مجلس پلیس طالبا بود گناه آخر از اون مسجد ها میرک کشیدن کاش که هم مردارش کنن دیگه این سراجودی نقانی ده که جناب شما نشان دادین والا و بلا سجدان آل خمرا منبخ باری تیر میشه دا 15 سال پیش مشونیدم عبیز از طریق رادیو و خبرها که این سراج الدین اقالی در کویته پاکستان بالی یک نانبایی ساد بود از یک مدر جیب سرش فایر کرد کشته شد این قبلی ها فریبکار هستن که چون یا جنرکار هستن بخاطر اینکه پر مردم اخوا بودن ولی گلا میرمی در سایب در تلویزیون شنیدیم اون هنوز هم سایب تا میرمی یا ایچی هستن زنده هستن دیگه این ظلمه که سر مردم سایبی ها میکنن دیگه خب میدیم سر جان که این مردم چرا قیام نمی چرا این مردم نمیخیزن؟ خود اینمه توالت از بنام اسلام آمدن تکه تکه افغانستان کردن از بعد قتلش میکنن تو که ایمولا و مولوی که در افغانستان باشن قانون نبیرن اینمه گفت من دیگه وقت شما را نمیگرم زنده باشین یک دنیا تشکر بسیار خوش شدم که زنگ زدین اگر نیمه بسیار جگرخون بودم شما یک بیننده قند مستین و
امروز ما در حیثی از اینکه میمان داشته باشم میگم که فقط سوال کنین، بسیار خودتان تشکیل ندید، شما یک ذره قار شدین، اما بسیار ببخشین اگر ما باعث قار شدنتان شدم. بسیار خوش شدم که شما رو صدای تن شنیدم. یک دنیا تشکر لطف کردین، مهربانی کردین. بینیدی عزیز بری خواهد تصیل، خواهش میکنم بفرمایید. هلا بری خواهد تصیل بفرمایید. خب باشین که ما یک موضوع دیگر رو مثلا برون بگویم، بعد از او با شما میتونین که زنگ بزنین، نظریاتتان رو بگویین. یک ثانیه میبخشین، آل لینان نمیگیرم، تلفونم بخیم خراب شد. خب شما دیدیم که طالبا یک نشست را بپا کردن در کابل هفته گذشته به نام تقویت نظام اسلامی. تقویت نظامشان، نظام اسلامی، همین هر چیز در افغانستان مرده با بکش به نام اسلام، چرکو به نام اسلام، همین هر بده را بکن به نام اسلام. مردم میگه اسلام هست دیگه، اوش کنی که چیز نگویی، اسلام گفته ایره. به نام تقویت نظام و وحدت ملی، یعنی که مردم افغانستان هر کدام از این امره طالبا یک جای شون و وحدت ملی به وجود بیاین. خب نه، خب من وقتی که باز چیخ میزنم و غالمغال میکنم، باز شما یکان دفعه میگین که بسیار چیخ میزنم، بسیار تان از چیخ زدنم خوشتان میاد، بسیار تان میگین که صد چون اینجا ساوند بلند است، وقتی که یک ذره کمک بلند گپ میزن و چیخ وار معلوم میشه. خب برسرت مذاق میکنم. در این نشست اینی آدم میشنسیم که باشه که من ببینم که شما نام زیره نامش اونجا نشته شده، باشین که من ببینم که شما خبر دارین که می آدم چی گفته. باشین من یک چند مسیج تانه میخوانم. من میخوایم بفهمم که شما چقدر ای که می آین بسات ها پالی من میشینین، تلویزیون هایتان یا یوتیوب هایتان یا فیسبوک، من ببینم که چقدر بستان معلومات دارین. امی آدم چی گفته، این امی آدم نامش چیست چی گفته. باشین که در یوتیوب، در یوتیوب بسیار یک ذره مشکل است. یک متن گل ما به نام کریمی نشته کرده خانم سجیه. خانم سجیه گرامی عزیز، مسیجایی که میدهم لطف در موردش برنامه بگیرید. قند دولو مسیجا چی هست؟ من اینمی ها رو دیدم مسیج ده بر من نشته که باز من در زیر مسیجا بر من نشته که حال من مسیجای از یوتیوب، چون ببینین من یوتیوب یقمی مقابل خود میمانم، مسیجای فیسبوک بر ما سانتر است. خب به هر صورت در نفهمیدین که آدم کیست، خیبر چیشتین و پروگرام هم میبینین که اگر نمیفهمین. خب اینا کارم سر شما میبینین دای عزیز، کی هست همی آدم؟ این همی ککش همی بینین در همی جمعی کی هست؟ کدام ساله بس نامش چیست؟ تا که نگوییم که چی گفته ولا بخوا من مایلای تا نمی کنم. همی آدم، هموطنهای عزیزی که در فیسبوک هستین، در یوتیوب هستین، لطفاً بر ما بگوین این همی عکس که گذاشتیم نام از همی آدم چی هست؟ و در امی نشسته بگویم یا جرگه بگویم هر چیزی که بگویم، این امی آدم آمد یک گپ بسیار تاریخی زد، امور بر من لطفا نشته کنین که امو چی گفت و نام از امی آدم کی است و این آدم چی کار است. خب گرچه که زیر نشته شده قندول سمندول سلطانه جان نورستانی قند، این فامیلی که گفتی مولوی عبدالکبیر، اما اقلیما جان سلطانی جان و جیگر نشته که جنرال مبین. نه جان، گل جان قند، تنکی سو ما چشمه مقبول است عزیزم، تنکیو. هرچی گفته بد کده، احمد علی میگه که هرچی گفته بد کده. خیلی شما گوش نمی کنی نه؟ آخو من میفهم جوان ها در یوتیوب که میرن دیگه مولوی عبدالکبیر نه، مگر چی گفته در امی هفته یک گپ تاریخی زده، کل اگه تنه دو زده پل دسوی تمام تنه دو زده دو. آیا از دوش خبر داریم یا ندارین؟ ندارین از دوش خبر؟ خب ندارین، باشین که من دیگه
چقدر من متاثر میشم که شما یاد نمیفهمین که یادم یک نفوس خاص پاکستان، یک نفر خاص پاکستان است، نامش مولوی عبدالکدیر در پارلمان، خویره جلال جان سلام عزیزم. خب برصورت چون یوتیوب بسیار زیاد خورده است از خاطر خوانده نمیتم این آدم، اینا رو خوب گوش کنین که ما براتون چی میگم. این آدم است نامش مولوی عبدالکبیر، معاون دستراس رئیس الوزراء صدر اعظم است. این در هفته گذشته در امی جرگه کثافتی که اعلان کرده بود و ملای طرفدار خود خواسته بود، میفهمین چی گفت؟ گفت تمام ملت افغانستان بی ناموس است. ملت افغانستان گفت بی ناموس است. چرا؟ از خاطر چی بی ناموس است؟ گفت که هر کسی که حضور 20 ساله خارجی را اشغال نمیگه او آدم بی غیرت و بی ناموس است. یعنی همه گیتن بی غیرت بی ناموس گفت. اینان مبرزی بی غیرت بی ناموس میگم. عبدالکبیر بی غیرت بی ناموس، خدا کنه که گپ ما گوش کنی. او بی غیرت باعث آمدن خارجی ها در افغانستان کی شد؟ اینمی شما گروهی وحشی شدین نشدین؟ بن لادن اگر ملا عمر کور بن لادن تسلیم امریکا میکرد، آیا امریکا حمله میکرد در افغانستان 20 سال می بود؟ و تار مارتان هم کرده در ظرف 20 سال. اگر تو غیرت داشته باشی و ننگ داشته باشی و عزت داشته باشی، هر روز میایی میگی که والا ما رو به رسمیت بشناس. تو که غیرت داری؟ تو که ننگ داری؟ یا دیروز در یک محفل استاده شده دروغ لاف میزنه ما رو هم مگی به رسمیت شناخته، اون سفیر ما در اینجا، سفیر ما در اونجا، سفیر از مملکت. برو گم شو. او یک تعاملات که چین که داره، چین خو میخواه معدن افغانستان چور کنه، تا حال کدام معدن است که شروع استخراج شکدن؟ همگیش بری کاغذ است، همگیش بری کاغذ است. هیچ کار چین نکرده، فقط قرارداد امضا کرده. میرین قرارداد باز لاف و پتاق، باز تبلیغات، لاف و پتاق و تبلیغات. ما یک احمق نیستیم. او در کابل که مردم فریب میتی تو بی غیرت بی ننگ که تمام مردم افغانستان بی ناموس گفتی، بی ناموس خودت، بی ناموس پدرت، بی ناموس تمام خاندانت. تو چطور جرات میکنی که مردم شریف و نجیب مسلمان افغانستان تو بی ناموس بگویی، بی غیرت بگویی؟ کثافت کت از شکم دولت، در شکمت 50 دانشتوک است مردار. یک هموطن از کابل تلفون کرد گفت که یمیا باعث آمدن شدن، حالا ما رو بی ناموس میگن. بی غیرت بی ننگ خوش ماستین که هر با امریکا برتان مانه یک لکه 40,000 یا یک لکه 60,000 دلار برتان میده. شما بی غیرت هستین، بی غیرت خوش ماستین که دستتان به گدایی دراز است. الله امریکا ما رو به رسمیت پلیز بشناس. بی غیرت، بی غیرت بی ناموس. ببخشین بیننده عزیز، این تمام ملت افغانستان رو بی ناموس گفته، همه مردم افغانستان رو بی ناموس گفته. چرا اشغال شد؟ دلیل اشغال چی بود؟ دلیل آمدن امریکایی‌ها کی بود؟ ما بودم، ملت مظلوم افغانستان بود، یا اینمی شما بودین؟ کثافتا دستشان در دستشان بگدایی دراز بر امریکا، باز مردم افغانستان رو بی ناموس نگه. خوارجا، این خوارج دگهش رو سک کنین که خوارج دگهش چی گفته هد. این گپای از یار مایخ تو بدقت گوش میکنم، آنچنان بدقت گوش میکنم که خوارجا چی میاین میگن. این کسیفایی که از دین یک ذره یعنی نمیفهمد، یک ذره نمیفهمد. خب ایش رو سک کنین، ایش کس مطلق یک جنگلی که هی کوهی مجی جنگلی که هی
متر جنگلی میگم، تو جنگلیستی از کو پایان شدی؟ آینک های کسافت که خارجی ساخته ده چشمایت ماندی، او ریش مردارت، او کالایت، او لنگیت، کل چیزایت ساخته امریکا و ساخته خارج، و حالا آمدی برای استاد میشی در امی محفل استاد میشه میگه که بی جا بی زنهای افغانستان مرا رنج میتن. ریلی؟ بی جا بی زن افغانستان ترا رنج میتن؟ تو برو یک دفعه شکل و شمایل و گب زدن و قواره و تلتت دیگای نبی بی؟ الله؟ تو برو یک دفعه سایکو؟ لافه در سرت کشکو؟ شمانه؟ چی؟ کسافت در مورد اسلام نکدین شما؟ چقدر در مورد اسلام شما دروغ نیست که نمیگین؟ دست امو خواندن چطور بود که لا شالا اردام لا 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 چادر چطور اکایی؟ یه چادر از رنج میبره که چادر دخترای افغانستان چادر نداره. الله میگه طالبا در سر دخترای افغانستان چادر مندازه. I'm sorry. بسیار برمه گپای ازی هم باوجودی که بسیار گپای ازی هم مثل نیشتر وارست، مثل نیش مار وارست، اما در غیر ازی یک فکایام است. وقتی که من گپ ازی رو کمی بمی مجرده که گپ ازی رو در تلویزیون که شنیدم در خبرهای طلوع، وقتی که یادم مزخرف میگه که ما در سر زنای افغانستان چادر انداختیم، زنای افغانستان چادر نداشت که، تو در سر زنای افغانستان چادر انداختی؟ زنای افغانستان هم مگیشن بیر چادر بدن که تو چادر انداختی در سر زنای افغانستان؟ کسافت؟ داکو؟ شما خودتان داکو هستی نی؟ اینال آستاستا آستاستا مردم متوجه از این میشه که شما داکو هستین. عنفی نامش هست نی؟ امر به معروف نهی از منکر. واو. از بیجابی دخترای افغانستان یادم بسیار زیاد رنگ میبرم و میگه که طالبا سر دخترها و زنای افغانستان چادر مندازه. یک توهین بسیار بزرگ به تمام زنا و دخترای افغانستان است. داکو لسن تو می، خوب گپ مرا گوش کن. همین دخترها و زنای افغانستان که هست، اینمی تمام از امینا از شما نفرت دارم، یا به اندازه رنج میبرن که شما چرا در این مملکت حاکم هستین. از انفجارتان بگویم، از انتحارتان بگویم، از چیتان بگویم، او گروه متحجر لوده، این مردکه اگر لوده نمی بود هیچ وقتی گپه نمیزد که ما سر دخترای افغانستان چادر مندازیم. دختر بی بی چادری بی جا بی دخترای افغانستان ما را رنج میده. او مای گاد، در افغانستان هیچ مشکل نیست، هیچ اصلا در افغانستان مشکل نیست که دو نیم سال یک گروه پاکستانی آمدن افغانستان را اشغال کردن، یا در دموی زن، ابروی زن، چشم زن، بینی زن، زبان زن، سینگار زن، انگشتری های زن، لباس زن، رقص زن، موسیقی زن، هر چیز زن را نفرت دارن. خدا را از بابایتان چقدر نفرت دارین؟ از عدیتان، عدیتان که شما را در دنیا آورد. اگر سایکولوژی را بفهمی میفهمی که چرا این رقب شدین. در مدارس پاکستانیا در پشاور چی روزا سرتان آمده، یک تکه عقده هستین، سراپا عقده هستین. اتر شما را یاد داد پاکستانیا که از دین هم کشیدیتان، از آین هم کشیدیتان، مردم های کاملا وحشی داکوی دوز. خلاص، شما کلگیتان بردوزی در افغانستان آمدین. هر حکومت که در افغانستان میه بردوزی میه، دوزی میکنه میبرایه. هر حکومتی که در افغانستان حاکم میشه دوز تا که میتونه جیب خدا میکنه، جیب خدا پر میکنه مبرایه. از برای خدا چی گپ هست؟ خلطه های
یک خلطه را به نام حجاب به سر زن تعمیر میکنن، او یک خلطه است. خب خریدن خلطه، همین خلطه را ندیدین که در دش گلوشری که میخریم او را در سر زن میکنن به نام از این که به تعمیر میکنن سر زن ها، تحمیل میکنن سر زن ها. و برقه، برقه همین سیاپوش، سیاپوش ها هستن، هیچ اصلا در کلچر مردم افغانستان نیست. ای کل برقه عربی که هست ای هم مگیش یک گپ بدوی قبیلوی است. شما باورتان میاید که من یک دفعه از شما اگر در ممالک اسلامی مثل ترکیه برین یا مثلا دبی برین، در اونجا میبینین هم انسان هایستن که چادر میپوشن، انسان هایستن که نمی رقم برقه های زاغی بیچار اگر که زن ها میپوشن، جای دیگر میبینین که مثل امریکا وار خانم ها هیچ اصلا با یک تاپ را میرن، هیچ اوگه پایی که در افغانستان هست نیست. من یک دفعه در میدان هوایی چی بودم که به طرف فکر میکنم ترکیه میرفتم یا دبی میرفتم، در امی یادم نمانده چون بسیار مسافرت کردیم، دبی سه دفعه رفتیم، ترکیه سه دفعه رفتیم، نمیفهم در کدام طرف بشم. در هیچ وقت یاد من نمیره که در میدان هوایی در یک رستوران من نشسته بودم، در پلویم یک زن شوهر عرب بود و این زنش فقط چشمکای از این معلوم میشد خلاص. خب به طرف از یاسه میکردم نان کارد غذاره که برای شوهر شاورد اسپاگتی بود، یه همی چادر پیشری بلند میکرد که اسپاگتی رو بخوره، باز اسپاگتی اویزان میشد، طرف 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 دستر کالای سیاش مفتاد. اینقدر من جگرخون شدم، اینقدر من متاثر شدم که یعنی چرا یک انسان این رقم به اسارت زندگی کنه، به خاطر چی؟ خداوند نگفته به این ترتیبی که ها میکنن، اما نام خدا را در زمین زدین، نام پیغمبر را در زمین زدین، نام دین را در زمین زدین، کارایی را که اینا به نام اسلام میکنن. دانشمندای من نمیفهم که از بیجابی دخترای دانشمندی که در کابل هستند، در افغانستان دخترای هستند که همگی از اینا دانشمند هستند، کامپیوتر در پیشروشان است، آیفون به دستایشان است، اینا به ظرف یک ثانیه با تمام دنیا وصل هستند. اینا میفهمند که خراک آمدن یا جاهل هستند یا الاغا هستند یا تحمیل میکنن سر مردم. یک بار تحمیل کردین، حالا بار دوم تحمیل میخواین بکنین، آفریدان بکنین، تحمیل کنین. زنای افغانستان ازتان نفرت داره، نفرت. زن دختر افغانستان که برای 3 سال از درس محروم کردی، امرای پدر، مادر، برادر، تمام خاندان خود که شاید یک 9 میلیون نفر شد، ازتان نفرت دارن، منتوز بار خود شور داده نمیتونن. شما چرا که بسیار مردم های پست رسواستین، فوراً دخترها را میبرین. اگه اکت ایران را میکنین، اگه اکت ایران را میکنین، چیزها را از ایران یاد گرفتین، شما احتیاج محتاج ممالک هستین از هر مملکت. اینمی امریکا که پول برتان نده میخوری تان خود از افغان ها در داخل افغانستان. اکت ایران را نکنین. ایران که در 40 سال خود ما کم گرفته و خونده ایرانی، اولا که امو خمینی را که اگه مقایسه کنین امرای غایبلا زمین و آسمان فرق داره. اون مردکه با وجودی که ایدئولوژیش یک آدم افراطی و گپا است، مگر یک آدم بسیار تعلیم یافته است. آدم تمام آخونده ایران بسیار مردم های تعلیم یافته هستن. شما رو برابر همینطور سرتان خنده میکنه، خنده میکنه در سرتان. باز در پسر دیگه چی نامش هستم؟ قندولک وزیر یک هر کدامشان خدا وزیر ساختن این گپا. خب باشیم که این گپ از این رو خلاص کنم که راجع به وحدت ملی گپ میزنن. آقا جان و جان خالیش یعقوب مجاهد، وحدت ملی که ستات میشی و قندولک همتی میکنی از اینکه یک اتن بنداز، اتن پیش با مرینه، اتن پیش با مرینه بنداز. وحدت ملی چی؟ وحدت ملی کدام وحدت ملی؟ راجع به کدام وحدت ملی گپ میزنی؟ او انسانی را که تو از زندگی محروم کردی و میای امروی تو یک جای ستات میشه؟ او زنی را که حق از خانه برآمدن نداره و میای امروی تو یک جای ستات میشه؟
او زنی که حق مکتب رفتن و کار نداره او میای امروز استاد میشه. او بچه ای که در سر سرک استاد میکنی که ریشت یک بلس نیست سه بلس است او رو میزنی حیثیت آبروش او فکر میکنی که او امروز تو استاد میشه. او ظلمی را که در مقابل مردم در این زمستان کردی که خانه هایشان دیشب در چی میدیدم اخبار میدیدم که طرف بامیان که میرین به دو طرف سرک بامیان دیمین یک طرفش خانه آباد کردن. در این زمستان بالیسه کدام انسان کدام مسلمان میره یک مسلمان در این زمستان میگه که خانه را ویران میکنه؟ اونا میگن بلیاز قرآن خانه که از بلیاز خدا خانه که از بانین کمی زمستان خلاشه که ما یک را برخواد کی کار میکنه؟ از خانه هایشان کشیدیشان کار کی میکنه؟ چقدر از ظلم شما کثیفا ما بگوی مولودا در داخل و خارج که افغانستان مردم مخالفتان است. تنها خود در افغانستان یک مولودا ملا پیدا نشده، در خارج هم مخالفتان است، در داخل هم مخالفتان است. یگان لوده پشتون لوده که سوی استفاده میکنه که از شما حمایت میکنه و لابیگری میکنه. خلاص دیگه تمام مردم امرتون دشمن است. اینقدر گندگیتون زیاد است که من در یک محفل که میرم که یک چند نفر امریکاییست میگه او مای گاد سجیه چی گپ از در افغانستان ای و بسیار مملکت خود امی حکومت خود دو میزنن میگن این امینا باید شدن باشین که یک دفعه رپبلکن ها ببرن ای هر چیز طالبای کرام طالبای لوده هر چیز بر همیشه در زندگی بر یک انسان نمیمانه. برای شما هم یارگاه و بارگاه و خانه و موترهای اینجا رویا هیچ کدامش بر تا نمیمانه. بازم وقتی که فکر میکنین که رقم ایران نیست شما که ایرانی ها بسیار فرق دارین اونا بسیار مردم هوشیار هست یکان چیز فکر میکنم یادتان میده. در ایران زن و مرد درس میخوانن، در ایران زن و مرد کار میکنن. در ایران خب یک بدبختی است که آخوندهای کثیف ایران نیروهای نیابتی را ساختن و اونا خب احتیاج محتاج دیگه دنیا نیستن، از خود نفت دارن. در این میست چه سال که تذیرات عجیب و غریب در مقابل ایران است اونا سروایف کردن. ببینین در فکر ساختن مادرترین اصله هستن که آخوندهای ایران. شما مثل آخوندهای ایران نیستین، شما در دمابین پاکستان در مدارس تربیه شدین. یک آدم به نام غایب الله آوردین در رسانه ها انداخته این نامشه کینی رهبر ماست. رهبرتان است؟ این رهبرتان چرا نمی برای از زیر چادری؟ چرا چادری رو پس نمی کنه؟ نمی برای در بیرون؟ والا حکومت ما یک حکومت عمریست، عدالت ما عدالت عمریست. دیدی این کلپ ها را که برتان مانده ما مو عدالت عمریست؟ امو عدالت پیغمبر است؟ امو عدالت خداست؟ نه خیر، این رو باید گفته بریم که مردم هوشیار شوه، مردم بیدار شوه، مردم هوشیار شوه که کتی یک گروه از قرون وسطا اینا فقط یکانا چیز همه ایفامن تفنگ جنگ بزن بکش. خلاص دیگه از کوچه انسانیت یا تیر نشده. ملا یعقوب جان گل یک جوانک هستی، بچه ملا عمر هستی، اگر گپ مرا میکنی در بین تمام از اینا من فکر نمی کنم که تو دستت به خون آلوده باشه، یعنی مردم از انفجار انتحار مثل حقانی ور کرده باشی. من برات یک چیز میگم، امروز ما هم اگه میفهمیم شما به چهار گروه تقسیم هستین، هم برای از اینکه انشاب نکنین از بین نرین هیچ چیز نمیگین. گروه قندار، گروه در چیک از قطر، گروه ملا برادر و گروه حقانی، چهار گروه هستیم. در بین تانون اختلافات زیاد است، مگر من یک توصیه میکنم برای بچه ملا عمر. بچه ملا عمر تو باید استاد شوی و رهبر شوی، باید غیبت الله را از بین ببری، باید مکاتب و افغانستان با اونمو رقمی که بود باید افغانستان رقم شود برای از اینکه این حکومت به رسمیت شناخته شود و یگانه رایش هم اینمیز برای از اینکه شما یک واقعیت بسیار کثیف در افغانستان هستین. واقعیت هستین اما واقعیت کثیف مردار گنده.
غده سرطانی استین. این غده سرطانی چی رقم باید چی شوه؟ که من غده را دکتر بگیره از وجود یک انسان بگه شما غده های سرطانی در محیط افغانستان هستین، در محیط دنیا هستین، در تمام دنیا به حیث غده سرطانی مشهور هستین. مجاهد دیگه نگو که بیاین اتفاق کنین، از هر مردم صدا میکنین که بیا اتفاق کن. چرا اتفاق کنم رای؟ بر چی؟ دلیلش چیست؟ بازالها نفری که بدبخت ها بسالا کار کردن، ریش سفید شدن، در مابین خانه نان خوردن خدا ندارن، تو پیسه تقاعدی از رو نمیتی که بر چی اتفاق کنم رای؟ چرا؟ او جوانی را که ممیال همین قصه شکردم، بازالها جوان در سر سرکای افغانستان بیکار بیروزگار افتاده هستن، گدایی میکنن. و چرا امریتان اتفاق کنن؟ چرا؟ وای؟ یک دلیل هم گفته نمیتونن. متحد شوین. اگر متحد شوین، متحد چی؟ در افغانستان حکومت گروه تروریستی، امروی گروه تروریستی کس متحد نمیشن. شما گروه نیابتی استین، شما گروه نیابتی امریکا استین. امریکا شما را در افغانستان برده به خاطر مقاصدی که امریکا داره. ایره ما پیش از دو نیم سال است که شما گک آمدین، مگر من یک به 8 سال پیش گفته بودم که گروه طالب چرا جنگ میکنه؟ گروه طالب بالاخره بر آسیای میانه، جنگای آسیای میانه آماده میشه. بله. شما برای از این آمدین که یک گروه نیابتی که باز بالاخره تشنج خلق کنین بر آسیای میانه. خب دیگه اینمی گپا و اینمی روزگاراست. هموطنهای عزیز باشین که من کدام کلپ دیگه اینجا سعی کنم که راستی اینی آدم سعی کنیم. اینی آدم گپ از این بسیار جالب بود بر من. باشین که اولی اینمی رو برتان با خب شما میبینین امیر جان صبوری را نه؟ در اینجا امیر جان صبوری را میبینید که رفته در سفارت و در مابین سفارت پالوی بچه وزیر باشین که من میعکس امیر جان صبوری را و بسیار امیر جان صبوری را بسیار صدایش دوست دارم، به حد بیندازم. مقصد خانه خالی، دشت خالی، لاله خالی، نانه خالی، بسیار صدایش دوست دارم. من میعکس شبانم که برای که من خودم هم ببینم امیر جان صبوری را 23. امیر جان صبوری کسی یکی از هنرمندای فوق‌العاده افغانستان است. کمپوزای امیر جان صبوری، آهنگای امیر جان صبوری، یعنی به قلب یک انسان چنگ میزنه. در هفته گذشته وزیر پترولیم شهاب الدین طالب که وزیر است، بچه خشوری است دیگه، خب این خب معمول بوده در حکومت های امریکا، در حکومت های افغانستان. مثلا اشرف غنی کاکای خود سفیر در مسکو مقرر نکرد، یا کرزی برادرایش، یا پیش از او نمی رقم بوده، یک رقم ارسیست، مثل غصب زمینه ارسیست. به هر صورت امیر جان صبوری رفته در پلی طالب شده، این دیگه بسیار بدال انداخت در رسانه ها، بسیار غوغار انداخت که امیر جان صبوری چطور رفت در یک باز یک عکس دست جمعی هم گرفته، باز امیر جان صبوری بیچاره آمد و گفت که نه من رفتم از خاطر که خداحافظی میکردم امرای سفیر افغانستان در ازبکستان که به ایوزش طالب شده. خب مگر یک چیز است که هنرمندای ما باید بسیار مواظب باشند در قسمت طالبا، برای اینکه طالبا مردم از طالب نفرت داره، طالب از هنر نفرت داره، طالب از هنرمند نفرت داره، طالب از موسیقی نفرت داره، طالب موسیقی را حرام میگه. در هر جایی که یک طالب باشه باید هیچ کس در اون موجه داخل نشه قطعا. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه یک دفعه در شبکات اجتماعی دیگه داخل میشه و باز بیا دیگه پورک چیز نبود که امیر جان صبوری این ملت نگفتند که امیر جان صبوری در بین طالب ها رفت، که در عکس دست جمعی گرفت، که در پالی طالب نشسته بود، که چطور کرد، چیکار کرد. با او خاطر شما باید بسیار زیاد مواظب باشین. اناله یعنی یک ایرانیست به نام قومی، من نمیفهم که قومی چیکار بخند که وزیر خارجه ایران است. I think
یادم یه گپ بسیار جالب زد. این گپ چرا زد؟ یکم گپا رو باید بسیار متوجه ما و شما باید باشیم که چرا تو میگن، چی دلیل است که تو میگن. سعی کنین هم یادم میگه که اگر ضرورت باشد از یک لشکر استشهادی میتوانیم از افغانستان به غزه برود، میتواند از افغانستان به غزه بره. همه تو یک چیز است. حسن کاظمی قومی میگه که اگر ضرورت باشه بیش از یک لشکر استشهادی میتواند از افغانستان به غزه بره. چرا میادم این گپ زد؟ این گپ بسیار خراب است. خراب نیست، در افغانستان یک آدم هست به نام سراج الدین حقانی و یک کندک استشهادی داره. استشهادی نه، انتحاری. و این آدم دیگه اینا تشویق میکنه، تشویق میکنه طالبان را. شایدم که ایران امی افغانا امی طالبا یک قسمتش گروه نیابتی برای ایران هم شوند پول، برای زی که امیال اینا بسیار گروه های نیابتی دارن، در سوریه دارن، در عراق دارن، در یمن دارن. ازبالا رو ببینین، حماسه ببینین، تمام پول که ایوازی که برای ایران مصرف شوه که مردمش از غریبی داد میزنه، یا خوندای کثیف به خاطر منفعت های خود دین چی کردن بهانه قرار میتن و برای گروه های تروریستی که برو امرازی جنگ کن، برو امرازی جنگ کن، برو. شاید هم که برای زینا پول بتن که روان برین یک چند اتحاری را. اما چرا وزارت خارجی گروه طالب یک چیز نگفت؟ اما تو چاپ میمانند اگه پای امیرانی هم ترارام میمانند که چی گپ از در دنیا. خب مقصد که متوجه باشین که باشین که مگذره. بفرمایین برای خط هستین، برای خط هستین، بفرمایین. شما پیشتر هم زنگ زدین گپ نمیزنین، کدام پرابلم دارین؟ کدام پرابلم داری؟ نمریت هم چیز هست اویلبل است. اگر پرابلم داری خود اگر مگر در اینجا پرابلم های سالف نمیشه. اوکی؟ باشد که من همین چیزا رو درست بسازم. بیاده بستی دیگه نی؟ بله بفرماییم بری خط هستین. Hi beautiful lady, happy Valentine's Day. آه thank you Valentine's Day، روز چهارشنبه است بله؟ بله آقا، از جا پیش از پیش تبریکی گفته که در کار میرم. زنده باشین، مهربان هستین. یک بار محترم شما بالای من تلفن قطع کرده نفسه گذاشتم. I'm sorry، من گفتم که میمان که می داشته باشم شما فقط سوال کنین بانین که من سوال کلم میکردم. خوهر او میگفت که شورای نزار احمد شاه مسعود نفراش چلنده غریا کرد. ایره من نگه که در روز که بوز کرکت چند تا طفل با همین اوناک که بشالت رسان از روز کرکت نمیگه، باز این میگه باز راجع به امیر المومنین عبدالشکور اولاده ابو حنیفه را میگه این چیز جاسوس ایران است. او خواهر ای از قندوز است. ما شنیدم، ما چندین دفعه پرسانش کردم، گفتم که چندین دفعه پرسانش یا بلا سر خودم میگیره با کارت تیغ اوغان چی میکنه زندگی نمیخواه. وقت میگه او کس کجا جاسوس شد؟ خواهر محترم ما برش گفتم که یه همی سنه گپ از کجا میزنی؟ گفت از شبکه اکس. گفتم کی نشته کرده؟ نه گفت نفر شاید تن است که چهار دفتر دروغ اصلاحی که همی آقای مارج ماراج است، این به نام ماراج. این شما در اندستان موجه پنج سال تحصیل کردیم خواهر محترم در پونه کالج سایی که استاد ماراج یعنی یا سایی بابا در ناسک یک سایی بابا که است که عکس شادی است. اینی خودش مثل خود افغان است. آجری بابا، گنپتی بابا، گنپتی بابا کسی است که مردم بمبئی، گجرال، راجستان اینا را ایچی میکنن. برازیل خدا میگه او خواهر اینا که در انیم معروف خودش در تلویزیون ای که هوتکی میگه که ما از جلال آباد ای که رفتم انیم معروف غفور معروف میگه که ما از جلال آباد در طرف خراسان که رفتم در بغلان یک دانه شادی داشتم، یک دانه دول داشتم، یک دانه باجه در اونجا چی میکرد شادی بازی در
ناموس فروش همه یکی کی همه یکی ما در بغلان برد بگویم ما در اوجه جواب کردیم بارم اوترم مثل که شما میگین که طالب پشتون است و همه طالب پشتون نیست چرا یک برادر پشتون صدا بلند نمیکنم خواهد چرا خاموش است چرا سکوت است مگر امی آقای مارج خب بسیار تون بر طالبا انتقاد میکنه ما خواهد خواهد شما یک روز بفت قبلا نمسر من تلفون در قاریس های چی کردی نمی قاریس ها رو گفتی بسیار خوب آده وست امروز عبدالشکور چی میگه بیناموز خطاب کرد نوکر خطاب ترین قاریس ها آدم میفهم این از خاطر از این بیناموزی گپا امی عبدالشکور میگن از خاطر که او گفت که خراسان در مورد خراسان گفت نه و گفت که پتان و پشتونیا این از اینی خاطر سر از اینا بسیار زیاد بد خورده اما او حقیقت گفته او دروغ نگفته این هنه شما یکی رسای کنی یک لوتی را دیگر به نام عبدالقادر زازه دیروز در تلویزیون میگو 90% مردم خوش از این دولت آلمو آدم که میگه 90% مردم از این گروه وحشی خوش است آلمو رفته فیصدی را گرفته خواه هر کس چطیات میگه دیگه نه در مجلس نمایندگان بوده کمی عبدالقادر باشه نسل پال تیاره در کانادا زندگی باشه در برنامه میگفت که او چرا اگر مردم خوش نیست صدا بلند نمیکنه از ظلم طالب چه قسم یک کراچیوان خود دیدی میگه او خواهر از ویدیوش نگاه کرد یک کراچیوان میگه از جوان سیر آمده میگفت که از این حکمت کنه بیناموز در دنیا بیغیرت پیدا نمیشه کلش اوغان است او خواهر میگه جایی که فارسیوان صحبت میکنی فارسی صحبت میکنی کراچیتا میگر میگه در پشتت بار اگر در زمین ماندی باید مالیه بدی راست میگه اوغان است اگر جایی که فارسیوان از کراچیش میگر اوغان میره از وزیرستان و خواهر کدام حرف ما دروغ هست ما چرا میایم اینجا خیر است هر چیز یک دوران داره این دوران از یا تیر میشه اینا رو بازینمی ملت افغانستان امرای بیل و کدال و چپلک و این آنچنان جزا بتن که در زندگی خود ندیده باشن ما همیشه میگم که یک آرامی است که زیرش یک طوفان به وجود میاید شما خواهد تشکر که ما رو زنده باشید I love you too اما بسیار ما معذرت میخوایم که اگر شما فکر کردین که ما شما رو دو دفعه قطع کردیم ما معذرت میخوایم چون میمان که میداشته باشم میگم ما بتر سوال ببخشین دیگه ما معذرت میخوایم روز خوش میخوایم بر شما ممچن قربان تن یک دنیا تشکر از تلفن تن بسیار لطف کردین یک موضوع دیگر هم کمی یادم نره باید بگویم که بر خودم بسیار زیاد مرا آزار داد شما میفهمین که آقای بیات کس تلویزیون آریانا را که در افغانستان تا به حال داره خوب به این گپم گوش کنین که من چی میگم آقای بیات تقریبا 10 سال جشنواری هنری هنرمندا را میگرفت برای هنرمندا با جایزه میدادن دمی 10 جشنواره مرام خبر کردن آخرین جشنواریشان در ترکیه بود به اندازه ای سالونا مثلا یک شب بیشتر شب دنر که تمام هنرمندا می آمد چی در یک چی سالون و چی یک گارگاه و بارگاهی بود که او مای گاد با شب که اهدای جوایز بود باز او سالونه که می دیدین مخصوصا در ترکیه در هلتن اصلا غیر قابل باور بود یک پروگرام به می ترتیب تلویزیون توتی گرفت یک تعداد از هنرمندا را دعوت کرد تمام هنرمندا نه یک تعداده خب از نقطه نظر کوالیتی و مثلا دکوریشن و همه چیز یک پروگرام فوق العاده بود هیچ جای شک نیست هنرمندایم که تا جایی که دعوت شده بودن اینا هم آمدن با لباس های بسیار مقبول شیک و پیک آمدن خواندن یعنی تقریبا مثل امو جشنوارای آقای بیات بود مگر از آقای بیات بسیار سویش بالاتر بود چون تمام هنرمندا می بود اینجا تمام هنرمندا نبود اما چیزی که مرا بسیار زیاد اذیت کردی بود که ما یک هنرمند داریم به نام استاد مهوش استاد مهوش در راه موسیقی افغانستان به سالها خدمت کرده به سالها اینا به نظر من بسیار استاد مهوش بی‌عزت ساختن چرا؟ استاد مهوش هم میخواین بر روی استیج یک استیج بسیار بزرگ
در یک چوکی استاد مواش هم میشنن. باز به امو سوانی استاد مواش هم برای یک دو دقیقه که استاد مواش از کجا آورد گرفته و از کجا تقدیر شده ایران میمانن، خانهشان آباد که ایران ماندن. بعد از یک چند نفر بچگک ها میان در دور بر استاد مواش استاد میشن، باز یا یکیش میگه خودگا استاد مواش بخوان. بازی زن سرسفیده که دستکاش در میکروفون اینت میلرزه نیلتر میفهمید کدام خواندن را برش انتخاب کردن. زیم 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 زیم، باز یک دختر در پشت سر زیم زیم هم رقص میکنه. یا وقتی عاشق شوی راز دل تا گفتن، باز یک دخترم رقص. یعنی من که دیدم آنقدر من متاثر شدم، آنقدر متاثر شدم. اینا هم اگه از اینا جوان هستن، اینا بسن اکادمی اوارد هست های نمی کنن، گرمی رو نمی بینن. لایف تایم اچیومنت اوارد چی میگن که برای یک آدم که لایف تایم که در تمام زندگیش یک تندیسه باید بیتی، بسیار به عزت، بسیار به احترام، اینه تر یک تندیس فوق العاده رو بر استاد موش میدادن. و استاد موش در روی استیج مجبور نمی کنن که زیم 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 زیم. I love استاد موش، من اینقدر استاد موش عاشق صدای استاد موش هستم. اما این رقم بیزتی آدم در مقابل یک هنرمند نمی کنم که بشانیش باز کمره را میقه کلوز ببر کمی دستکایش اتمالیم شوه که این رقم می شوه. چرا؟ وای چرا این کار کردن در حق استاد موش؟ باید یا از استاد موش شدیدن معذرت بخواین. اگر استاد موش هم اول خب باید نمیخوان، باید نمیماندنش که بخونه. باز یک خوانده بود یک خواندن آرامشه. وقتی عاشق شوی رازی دلتا گفتنتانی، چقدر سخت از خدای. بازو یک دخترم در پشت سر دیگه تق تق تق، یعنی ممتکست. بسیار خنده‌آور است، بسیار جالب است کارهای افغانا. خب یک چیز بود رقم جشنوارای آقای بیات. مگر جشنوارای آقای بیات اصلا مقایسه کت از این نمیشد، اصلا مقایسه نمیشد. او عزت احترام را که به هنرمند و هنر هنرمند میکردن مقایسه نمیشد اصلا. سالونایی را که میگرفتن باز در آخر میگه والا تندیسش با یک شب پیش دادیم. الو تندیس یک هنرمند یک شب پیش میتین بازون برای استیج میارین، باز سرش یک هنرمند که سرکش سفید چا همی استاد موش ازش خواهش میکن. استاد موش قربان چند دیگه نرو دمیت جایا، اگه میری برو، اما دیگه گفتی که نمیخوانم دیگه نخوان. حالا همی گوگوش رو ببینین، گوگوش آمد گفت که پرسانش کردن که گوگوش جان چرا نمیخوانی؟ گفت به خاطر از اینکه دستایم آوازم همه چیزم میلرزه، من دیگه جوان نیستم و جوانی که برتان میخواندم دیگه نمیخوانم. اون یک تور داره، در هر تور خود هم رقص میکنه هم بیت میخونه هم خداحافظی میکنه. یک زن نمیفهم 75-80 سال است، گفت که صدایم نمیتونه که برسه دیگه. خب میفهمه خودش، اما وجود خودم میفهمه. منطقه در تلویزیون طلوع در مقابل استاد موش بسیار بی‌عزتی کردن. I don't give a shit که کی هست تلویزیون طلوع یا کی نیست، در اصلش کیست I don't give a shit، به من هیچ مربوط نیست. بله بفرمایین، بری خط هستیم. سلام چی هست دارین؟ خوب هستین؟ بفرمایین. شکر زنده باشین. همین درباره چیز خاریسا پشتن برادر ما گفت خاریسا ویسا خوب هم کاریسا چی گفتین؟ قطع شدین بابا بخشین. بله بفرمایین، بری خط هستین. درود و شنگرگوانی عزیز و نازنین. سلام و صد سلام به استاد محترم رئیس صاحب میربان گل. چی حال دارین رئیس قن؟ خوربار محبت شما مخاک پای استاد است و مره استاد. برای ما بزرگ هستین، برای ما استاد هستین، برای من تعداد زیاد از بیننده یک شخصیت فرهنگی هستین. من خودم شخصا بی حد بی اندازه برتان احترام دارم استاد محترم. بفرمایید. قربان حسن نظر شما، من خاک پای کلت. خدا نکنه. از خداوند عزت و سلامتی شما را خواهان است و ممیشه. با دیگر عالم شما را کم نسازه.
این شما غنیمت هستیم. تشکر. مگر زن تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است. به به. از کجا از زمین تا و سوریا قفس است. به به. تا کم الله و جهان حکم روایی دارد همه جا در نظر مردم دانا قفس است. سجاجان عزیز متاسفانه امروز سرنوشت 20 میلیون افغان مظلوم رنجیده و عذاب کشیده در گرو گروه بیره ملاهای متعصد قبیله‌گرای زنستیز قرار داره. به یک دستشان قرآن است، در دیگر دستشان بمب و نارنجه. سر بریدن، دست بریدن، سنگسار و زیر دیوار نمودن، شلاق که مکه وزدن، اخلاق دینی اینا را تکمیل می سازن. ای خدای طالب در برابر کشتن سر بریدن یک انسان 70 جنت و قاتل جایزه می تر. خدای طالب در برابر سر بریدن تبسم دختری 7 هزاره 72 و قاتلش جایزه می تر. شما به یک قسم گروه با این مفکوره چطور به این حاکمیت زیاد در افغانستان آینده افغانستان چطور پیش بینی میکنه؟ همین طالبا در سراسر کشور مدارس های دینی جهادی ایجاد کردن. دخترای جوان هم در اون مدارس تدریس میکنن. سالانه 10,000 جوان انتحاری به قول اینا استشهادی از اون مدارس کفن میپوشن. رئیس بگل رئیس اینکه سفید به اینا کفن میپوشن. شما این جوان ها را در این کشور از چطور پیش بینی میکنید؟ از پس کسی هم ملای بشاره رو بندیز کرد، یعنی ملا شکوره و اینمه را به تحقیق میکنن. کسی از پس گفتام نمیدانه اینی رئیس بگل امی ما شما پرسان میکرم که اینم اینا که بس هزارها مدرسه جهادی را ایجاد کردن، یعنی هدف از این مدرسه های جهادی چی است؟ به مقابل کی جهاد میکنن در آینده؟ آیا امریکا با سپورت کردن و پول روان کردن در افغانستان امریکا میخواه که افراطیت در مملکت ما زیاد شود؟ آیا ای به نقص منطقه و فرا منطقه نیست همی جهادی ها؟ حالا اینمی از این پول امریکا ها مخاطب جهادی ریناتون به هزارا مدارس آباد کرن، این پول زیده آنودن پایس های کمک امریکا تدریس میشه. اینجا فقط میخواین که اونمو مدارس دینی که در پاکستان تولید تروریست تولید میکرد حالا این در افغانستان تولید میکنن. اینه شما ایدمی من مرده و شما زنده یک وقتی ببینید که افغانستان مرکز تروریست میشه. اینش جوان ها رو هر روز میبینه که از این مدارس خارج میشه رو دید ازنشان بسته میکنن و از جناب طور تعریف میکنن جهاده که هر کسی که در جهاد کشته میشه یا میکشه بدون کنام سوال و جواب، بدون سوال و جواب نکیرن، بدون عبور از کلی دار مستقیم میره در جنت 72 رو اونجا صاحب میشه. دیگه اینا به این مفکوره اونا را تقویه میکنن. هم گفت شما اونو جلال الدین یقانی گفت من یک دکو 60,000 نفر شادی دارم و راستیان دارن. خونن دیدیم که ایران هم گفت که والا رئیس قند سچویشن و وضعیت افغانستان به سالها پر از رنج و درد و انتحار و کشتن و جنگ و تشنج بوده و اینمی ادامه می داشته باشه تا که این گروه وحشی از بین نره، اینمی رقم به نظر من ادامه می داشته باشه. خدا خودش اخلاف کنه این گروه جهادی را نمیدانم که شکستاندن جناب بسیار مشکل است. رئیسه به تو فکر نمی کنین شما میگون دفعه تو فکر می کنم که در امو افغانستان که هست کرزه هست نی؟ کرزه شما تو فکر نمی کنین که یک وقت اینمی خوب امریکا خوب منافیش است که طالبا را آوردن در افغانستان، شما فکر نمی کنین که اگر یک بدیل به مقابل طالب باشه همی کرزه باز سر قدرت در کرزه بیارن؟ خب اینمی و مردم افغانستان هم چون رهبر بود اینه میداره هست یکی آلی رو پس میکنه یکی دیگر بهترتر از این دوان میکنه به جای زون میشانه کرزه یا میشانه یا مثلا من یکان دفعه فکر میکنم که کرزه یا کرزه یا عبدالله تا
دنبال سعی کنید که غیر امیر المومنین در خندار تو تولید میکنه دیگه شد امیر المومنین نداره و ملای بطول از خندار و ملا عمر از خندار و دیگه ملای که اختر منصور بوشی بود یا مسخندار یعنی فقط اونو یک مسخرگی مطلق است یک مسخرگی مطلق است برای صاحب گلی موضع مملکت ما و مردم ما در دست یک گروه مسخره جوکر متحجر بی فرهنگ کوی افتاده که تکه تکه کرده تمام دنیا را یک رقم دوم انداختن اما چی میگفتن؟ دوم میگفتن؟ چی میگفتن؟ تشکر رئیس صاحب قند بسیار لطف کردیم رئیس صاحب خلاص بفرماییم بری خط از سینما تنگل سلام و احترام روز شما خوش خانم سجیه خوارزی سلام به شما برادر عزیز شما چی حال دارین خوب هستین بفرمایید تشکر بسیار زیاد تشکر از برنامه شما و واقعیت که بسیار برنامه عالی و آموزنده و واقعیت که شما در مورد ملا ترشکور صحبت کردین واقعیت که از واقعیت ها صحبت کرد یادم هیچ وقت که به غلط نزده و هموطنهای ما در هر هفته در مورد ازی باید پروگرام بگیرن تا وقتی که از بند جدا شود میگن بندی نیست نمیگن نیست بندی نیست میگه خدا پت کرده کدام جایی خدا کنه خدا پت کرده باشد در غیر از او برنامه ازی همیشه که بخشی باور کنید که طالبا را بسیار چیز کرده و حال طالبا در وزیر اکبرخان کابل یک دفتر باز کردیم در تیک تاک اینا نفرها را ماش میتن که تبلیغات بکنن چون که طالبا آن دلشان شکسته که اینا را قبول نمی کنن و اینا را امریکا جهاد دادن اینا هر طرف دست پاچه هستن که من تبلیغات بکنن اینا طالبا هموطنهای عزیز ما که در امی امریکا هستن در اروپا هستن در تیک تاک هستن در برنامه های طالبا نره نگام توش یکیش به نام جنرال مبیر در روزا بسار آمده باز کرده بازی چه خوده در وزیر اکبرخان کابل دفتر باز کرده رئیس استخباراتشان و یک کسی به نام یک کسی به نام خوصی سعید خوصی میگن چی میگن این دختر اگر وقت چیز ای آقا در این بخش کار میکنه هر تازی ها رو ماش میده در امی اروپا ماش میده امی هموطن های ما که در اروپا هستن در امریکا هستن متوجه باشن که در پرلمان زیاد ندن که هیچ برای زینا کدام جنجال خرم نکنن و اینا هم فعالیت شروع کردیم بسیار روشیار خود باشن و شما در بیمید در مورد امی آرسی های اجباری را گفتید ازدواج های اجباری در افغانستان گفتید باور که یک هموطن ما رفته بود یک دوست ما قصه کرد پس آمد گفت که قدر گفت بدبختی است که مردم بسیار زیر فشار گرفتن تمام گفت یک موضوع نیست که موضوع آرسی اجباری گفت به نام بدلک است که خوار که بیادر بدل کو به نام کسی که اگر در نفر یک نفر کشته شده از اونا خواهرا از اونا را بزرگ بر از اونا نکام میکنن و دیگر نکاه های است که کاکا و ماهان نکاه های مسلحتی است که الان اینه مایی بایی دادم اینه میده با ملا دادم دختر چهارده ساله را پنجا و چهار ساله دادم اینا بسیار را سر از این موضوعات باید آگاهی بر مردم ما داده شده واقعیت که بسیار بدبختی از یک استاد و در برنامه دیدم 42 سال خدمت کرده و از جمله متقاطین است برازی تو سال شد دوریم سال شد که ماش نمیتن تنها ماش برای کی میتن برای طالبا خودش آن شکبه را کلان کردن پول میگرن مردم را سر ظلم میکنن دکاندارا را بیچارا را به حساب ساختن باور کنید که یک مالی ازشان میگرن و اونا حتی نمیتونن این شما باور کنید ظلم اینا قسم دیگه میگرن در وقت خلقی ها که بود مردم میبودن زنده و گور میکردن همی پرچرخی میبودن و انواعی مختلف میکشن و حال مردم چی قسم پولش هم میگرن نانش هم میگرن ماش هم میتن متخالطی نه و به چرا از گشنگی به قسم دیگه رو میکشن مردم هم سریم موضوع یک چیز هست هموطن گل هموطن قن وقتی که اینا خو بر خدمت بر مردم افغانستان نامدن اینا خو یک پروژه هستن اونمو هر وقت که پروژهشان که در دوحه در دوحه که امضا کردن اونمو پروژه که خلاص شد باز اینا رو امریکا خود به خود از بین میبرن واقعا و دیگه یک موضوع دیگه کردن در شهر کابل بسیار جالب است که وطنان ما باید دیره نرمی کار کردن در چند وقت شد اینا وقتی که طالبای خودشان بود از مردم میرسن که ریش چرا نمادی نماز چرا نمیخوانی چون که از منطقه یعنی طرف جنوب یا بودن
در اون شکل در هزار مردم به نام دین اسلام پرسان میکنن، مردم از شکنجه میگیرن، بسیار بدال انداختن اینا. یک چیز دیگه که میگن یک رقم مالی از مردم میگیرن، امی تمام یوتیوبرها را که اگر شما از کابل در یوتیوب ببینین اینمی شکایت شان است که ما پول نداریم، نان نداریم، پیسه نداریم، فقط میان از هر چیز مالی هم میگیرن. الا یا چطور مسلمان هستن و بیننده عزیز، امی مردم، آل مردم چی رقم به مقابل از اینا با دست خالی بخیزن؟ مردم از اینا نفرت داره، یا خب برای خدمت نامدن، خدمت مانایش یا میفهمن یا نمیفهمن که خدمت یعنی چی؟ واقعیت، واقعیت. و دیگر یک موضوع دیگر خانمسجه بسیار مهم است که مردم باید این در از طریق رسانه ها برای مردم آگاهی بدن. در همین کسی که در این امریکا یک کسی که میان یک مغازه باز میکنه دیگر میکنه اول پول نمیده، دولت برش قرضه میکنه، امروش همکاری میکنه دیگر میکنه، اینا نه همکاری میکنه دیگر، در یک جور میگه اینا که پول بده. نه، یا خب اشیا هستن، اونم چیزی که از بالا همه چیز خط است تا به پایان هر چیزی که غیبت الله میگه اونم تو میکنن. یک دنیا تشکر هم تنه گفت لطف کردی. در مورد مالی هم یک چیز برتن بگویم هم تنه عزیز. خب مثلا دو در بابای در امریکا هستیم، یعنی اگر خانه داریم باید مالی خانه رو هر سال بپردازیم، سالانه است که او رو پراپرتی تکس میگن. اگر کار میکنیم او را اینکم تکس میگن، باید ما تکس بدیم. شما مارکت میرین شاپنگ میکنین، در لستک اگر ببینین در آخر میگه تکس، باید در غذایی که میخرین باید بهش تکس بدین، لباس، رستوران، هر چیز تکس، تکس، تکس. وقتی که اینا تکس میگیرن خدمت میکنن برای مردم. مثلا در امریکا که با میلیون ها نفر بی خانه، بی جای، بی پول، بی کار است، در اینجا یک سیستم ساختن به نام ولفیر. مردم پول میتن، مردم غریبه. دیگه یک کارتک ساختن به نام استمپ فود، برای مردم غریب میتن که اینا بیرون در مارکت برن نان بخرن. اینطور نیست که. خب البته پول و دیگه پولی را که من تکس میتم در جیب طالب اگه برا، خدا امریکا را گورنمنت شخوار کنه. اینا که پول را که با بیلیون ها بیلیون تکس از ما میگیرن، اینا این کم تکس از این ماه اپریل که هر کدام ما باید بریم اطلاع بدیم که ما چقدر در یک سال کار کردیم، باید با 30% تکس بدیم. و تکس در اینجا مندتوری است. تکس که آدم نده نفر پشت نفر میبینن آدم به زندان. اینا وقتی که تمام معادن همه فروشن، تمام از خرد تا به کلان افغانستان اینا مالیه جمع میکنن، چی خدمت میکنن بر مردم افغانستان؟ چرا راپور نمیتن که پولای را که از هر کجا میگیرن اینا چقدر پول در یک سال پیدا کردن از مالیه و نمیفهم از هر چیز و چقدر مصرف کرد؟ چرا این را بر مردم نمیگن؟ خود دزد هستن. فساد دزدی از این، فساد اداری از یا میگن بدتر از زمان جمهوریت است. اینا دیگر رقم جزایر قدرت هستن. بفرمایین برای خط هستین بیننده عزیز. حجیه جان سلام به شما و هم علاقه مندهای برنامه او بی بی جان گل سلام. یک هموطن بر من مسج مانده بود که اینمی خانمه که زنگ میزنه بسیار طرفدار طالب است و دیگه برنامه زنگ میزنه و طالب تعریف میکنه. این گپ درست است؟ خب میمانن دیگه بر من، هر کس مسیج میمانن دیگه، من نام از زیر نمیفهم، من باید برم در فیسبوک نامش پیدا کنم. هست این طرف دار طالب؟ سوال هست؟ من طرفدار جنگ نیستم، طرفدار حکومت نیستم، طرفدار مردم نیستم، طرفدار جنگ نیستم، طرفدار خونریزی نیستم که در افغانستان خونریزی و جنگ شد دیگه بس است. دیگه سجا جان اگر طالب هم اصلاحات بیاره در خود هر کسی که باشه دیگه، من تا طالب به این شکل دیگه این شکلش خود درست نیست چون اگر اصلاحات بیاره. ولی کسی که بعد شما گفته که من طرفدار طالب هستم در دیگه برنامه میم صحبت میکنم، اما برنامه بیننده که بر من مسیج ماندین زنگ بزنین بگوین که چرا هموطن ما رو طالب میگین. خب برای خاطر چی زنگ زدین؟ ببخشین که من میکنیم سجا جان نازنین اشتباه گرفتن، شاید آواز کدر چون آوازه هم شد. آره برای چی زنگ زدین؟ او رو یک طرف بانین. خیرست دیگه سجا جان نازنین، چون یکی از طرفدارای خاصی پیام افغان از تلویزیون طرفدار طالب که من در او صحبت نمیکنم، تنها در یک برنامه تفریحی
صحبت میکنم. شاید یه وطن اشتباه کرده باشه، اصلا فرق نمیکنه. سجادون ما به این زنگ زدم که چون فکر میکنم که در پای آخری برنامه تان است یا وقت زیاد مونده. خب بگوین گپای تان رو بگوین. سجادون ما از شما یک نظر میخواییم که نظر شما چیست؟ چون وقتی که سجادون امی تغییر آمد طالب میخواست افغانستان داخل شود، این مردم چرا دونو وقت میتونستن که قیام کنن نگذارن که داخل شود؟ وقتی که آلی آمده و سلام و گپاست آلی سجادون اگر مردم قیام کنن، من فکر میکنم بسیار زیاد خوندیدی میشه، بسیار زیاد جنگ میشه، مردم بسیار زیاد کشته میشه، بی از اون مردم آوارست آوارتر میشه. سکو من یک چیزی برد میگو قندم عزیز خواهر، در انگلیسی ما میگیم که I have nothing to lose، من هیچ چیز ندارم که از دست بتم. خب ملت که جوانای رشیدش بیکار بیروزگار بیمعاش هیچ چیز نداشته باشن، اونا در فکر چی میباشن؟ ما دیگه جنگ نکنیم، برای که از جنگ خسته شدیم، هیچ چیز لوز نمیکنیم، هیچ چیز از دست نمیتن که استاد شدن برای جنگ. در یک عمر در افغانستان جنگ بوده. با فکر من سجادون هیچ نمیگذاشتن وقتی که طالب قدر که مردم خوی گناه صالح بود، گناه اشرف غنی بود که با مقابل 10,000 طالب باید مردم بسیج میکردن، طالب نمیماندن. اما باز هم زوال طالب میرسه، اونمتر که زوال حفیظ‌الله امین آمد، اونمتر که زوال دگرایش آمد، از طالب هم میایه. این طالب تو فکر نکنه که ودا نوکر امیال نانخور امریکاست، نوکر امریکاست. اگه امریکا پول روان نکنه مردم هم میخوره. اگه فکر میکنه که ودا ما مثل ایران یک 40 سال، نخیر، اینا آورده شدن پس اینا از بین میرن. این یادتان باشه میگم. بله سجادون این وطنی مقصد همی خوندیدی نشد و وطن ما جنگ نشد مردم بسید. او دیگه به دست شما نیست، او دیگه به دست ما و شما نیست که خوندیدی نشد و جنگ نشد. مردم که میگه که آب که از نیزه پرید، چی میگن آب که از نیزه پرید؟ چطور امو همی میگه؟ چی از سر پرید، چی یک نیزه، چی سات نیزه. آب از سر مردم حال پریده، غریبی بیکاری مردم به بینی رسانده. گفتم که یک آرامی است که در زیرش یک طوفان است و این طوفان بسیار سجادون این نمیگذاشت مردم که داخل شود دیگر. خب بیچاره، خب میتونه ولی حال بسیار اعتراض که اینا به مقابل یک گروه بر 18 سال اینقدر بیرحمی کردن، گردن میبریدن. مردم افغانستان مثل از یار قصیر قلب و تررست نیستن، بیچارا ترسیدن، دست خالی چی کنن؟ حکومت وقتی که از یک خانه پدر فرار کنه، زنش چی کنه؟ اولادش چی کنه؟ وقتی که پدر یک مملکت که غنی بود او فرار کرد، وزیر دفاع کثیفش فرار کرد، معاونش صالحی فرار کرد، هر کدامشان فرار کرد، مردم چی میکردن؟ مردم در یک مردم سرپرایز شدن که طالب داخل کابل شد. بسیاری هموطنهای ما که برای من نشته میکنن میگه ما سپرایز شدیم، میگه به یکی دیگر مسیج میکنیم که او خبر شدیم که کابل هم طالب گرفت. بگیم تشکر قندل سمندل خیلی ساجی نازانید دیگه همی هموطن اگر لطف کنن که زنگ بزنن که چون اشتباهشون رفتش همه هموطن که راجی به می خواه بریم. من طرفتاری از یه هستم که اصلاحات در طالب بیا یکی اصلاحات نمیه بی جان در طالب امی گپ نزن که مرق پاره میه اصلاحات در طالب بیایه. در طالب میخواه که طالب نه 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 نداره 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 طالب اصلا تغییر در تخم طالب نیست. گپ نزنین، طالب تغییر نمیکنه. تشکر یک دنیا. اگر طالب تغییر میکرد در اول وقتی که ملا عمر آمده بود در اونو زمان عین کار میکردن، اما در اون زمان تفاوتش ای بود کمی تلویزیون ها رو میگرفتن در زمین میموندن، تکت تکم میکردن، موزیک در زمین میمنداختن، سرش آتش میزدن. این حال در تلویزیون ها میرن کثافت های بیغیرت ها میشینن، حال حرام نیست، حال موسیقی گوش میکنن. من یقین دارم که هر کدامش موسیقی گوش میکنه بر خودشان حرام نیست. اون گذاشتم که در مابین مسجد اتن مندازه، برشان گناه نیست. یعنی اگر من کلپ های از اینا رو جمع کنم و آهنگ ها و خواندن های از اینا رو خودتون تعجب میکنین. گناه از بیچاره از نیروهای طالب نیست، از جوانای طالب
قد دارن، انسان هستن، احساس دارن، میخواین در این دنیا زندگی کنن. بفرمایین بری خط هستین. سلام سجاد جان، سلام، چی حال دارین؟ شما خوب هستین؟ بفرمایین. هپی والنتاینز دی. روز چهارشنبه است. شما میشه بر ما بگوین والنتاینز چی گپ است؟ دا والنتاینز دی چی گپ است؟ ادمی عاشقای خود یکی دیگه خود میاد. فقط عاشق هست؟ بله. فقط عاشق هم؟ نه، عاشق هم میره، اما مردمی که غیر عاشق باشه او هم میره. ادمی والنتاینز کجا میرن؟ کجا میرن؟ بله؟ کجا میرن عاشقا؟ عاشقا در لبی بیچ میرن رستورانا، میرن گلدار برای عاشق خود میخرن. بسیار یک روزی مقبول برای همی مردمی که عاشق هستن یا چیز عروسی کردن، از وقت عاشق بودن. خب بسیار زیاد تشکر. اینا رو بگوین که دلیلی که شما زنگ زدین چی هست؟ اوکی، اینمی یک دو سوال. یک سوال از خودت، اینمی آدم که گفت که من در هندوستان تحصیل کردیم و گفاره که میدار من دروغ برش نمیگم، من هم در هندوستان بودم. این مرد اگر خانه داشت سر دختری و کی رو میگین؟ شما کی رو میگین؟ کی رو میگین؟ اینمی آدم که در کانادا بود که میگه پشتونها همیش پشتون، من پشتون هستم، من طرفدار طالب. نه، مگر نام از او آدم چی است؟ والا نمیشه. نه گفتین که در هندوستان من داشت در هندوستان برای هندوها هم مردگوی میکرد، برای پشتونها هم مردگوی میکرد. یه دروغ نمیگم، اون از هر کسی که به هندوستان زندگی کرده ای را میشناسه. خب نامیشه که نگوین، مادگ از ریک چیم کس بفهمه؟ والا خب ما خب کتی از روابط نداشتم که خب شما در مورد یک کس گپ میزنین که تا نامیشه نمیفهمین. یه در کانادا زندگی میکنه، ما نامیشه نمیشناسم. و نه ما رفتم در مردگوخانه ازی که من باقاشم، این خودش مردگوی میکن با هندوستان. حالا شما همی گفه با کدام مناسبت میزنیم یادم چی کده که شما تقار هستین سرش؟ نه دروغ نمیگم، این با خاطره که پشتونها را بسیار توهین میکنن و هر پشتون این خودش میگه که من افغان نیستم، سر افغان نالت میزنم خوی افغان نیسته. نبت میکنه هر کس که پشتونها رو توهین میکنه کار بسیار اشتباه میکنه. من طرفدار از این نیستم که هیچ کس کس رو توهین کنه. بسیار تشکرم وطن گل. باز نامش که یاد تنم من بیزنس دارم دیگه، از یک شنبه نامش هم برات میگم. همی آدم اینجا میارم که ایره میشناد، من میشنادم، مگه من کسی نامی از بیره سعیز درست از مفتی هنده منتظر تا نستم نامش پیدا کنین با زنگ بزنین. سعیز در کانادا مردگوی میکنه، اون از پیشان پرسان کنین افکر و همین مردگوی هم مختش دارم. اوکی، تشکر. بسیار کلمه رو گرفتین، بسیار بیننده سعی میکنن درست نیست. بسیار زیاد تشکر، فت کلام مراعات کنین، بسیار زیاد خوشحال میشم. بفرمایین بری خط هستین. از 207 زنگ زدین، از واتساپ زنگ زدین، بفرمایین. سلام علیکم سجاد جان. سلام جانم، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ میروم زنده باشین. ما صحبتاتون شنیدم، آنقدر خوش شدم که این قوم عاجز ماجز شما گفتین که چی مردم های سلکان سابقات دوزا بودن، حالا که آمدن یک تا دوده تا پنج تا زن میگیرن قرآن یاره بزنن بله تبا کنه یاره. ما از صحبتاتون بسیار خوش شدیم. تشکر. خدا روز را بیارن که یاره نابود کنه. تشکر سجاد. تشکر سجد. عزیزم از تلفونتان یک دنیا لطف کردین میره پنی کردین. خدا حافظ. یک آدم است از این ساعتی که برنامه شروع شده که در واتساپ این بیچاره زنگ میزنه که به خاطر از اینکه نامش معلوم نشه بازی این واتساپ نمیمانه، به مجرد که زنگت میه باز قطع میشه، زنگت میه قطع میشه. خب نام نشانت نشان بده. من دیگه بیننده عزیز از حضورتان مرخص میشم. کسایی که از پیامای نازتان در فیسبوک بسیار زیاد تشکر میکنم. یه هموطن ما چقدر لحجه شیرین داره، دیانا جان اشتر کرده قوم عاجوج ماجوج نگوید دزدان بگوید. در امی افغانستان آقای درونی میگفتن که یک در آخر زمان در افغانستان یک قوم پیدا میشه به نام عاجوج و ماجوج
کیا میاین و راجع به اسلام گپ میزنن و اصلا از اسلام خبری ندارن. این بازم زنگ زدی از واتساپ اینجا دیگه پیامتان بسیار زیاد است. من به اجازیتان دیگه از حضورتان مرخص شم، یک اندازه هم خسته شدم هم یک جای کار دارم باید برم. تلفن ها همگی یک دو تلفن دیگه میگیرم بعد از باز از حضورتان مرخص میشم چون لینا همگی اشغال است. بفرمایید در این خط هستین. همتان گفت سلام علیکم. سلام، چی هم دارین؟ چطور هستید؟ بفرمایید. من چند دفعه زنگ زدم این چیز را خدا بیشم میبخشیم دیگه در این باره این چیز کرزایی گفتی کرزایی کرد کار سرگی یک برداری دیگه را در کابل کرد پیششتا یه هدف دارم اونم طالب ها را که مشاهده میتا مشوره میتا این همی اون مشوره میتا که کت ایران دوست باشد کتازی باشد کتازی دو باشد یک وقتی کت مارشال فهیم رفیقی را گرفته بود خوی یک چرسی آدم هست میگه چرسی آدم دوست داره میگه اگه پس چرسی هم قابل قبول نیست مارشال فهیم باز طالب ها را باز دوست ها کتی خود باز فهم را مارشال فهیم از باید دوست میگه دوم خالد سعدی های روی چی را میگه من این آقای قاریسا بیشتر یک نفر که قاریسا خوب آدم هست منطقه به اگه تفرمی میگه در افغانستان مردم اینی خود نادیده و بچه پشت پشک میدارد قاریسا یک خواهش دارم که در باره یعنی کتاب سقاوی دوم یک تحقیقات کنه که باید تفرقه شدی از طرف آیسای بلستی و آیسای داشته شد نفعید مردم افغانستان یک تفرقه انداخت دیگه اون رو یک چی کنه در بارش تحقیقات کنه. نام کتاب به نام چی است؟ ببخشید کتاب چی است نامش؟ سقاوی دوم که نوشته کردی؟ این مردم هایی که نوشته کردی باید تفرقه در افغانستان شد. نه تعصب و تفرقه و اینا بسیار در افغانستان در هفته آینده از کابل بسیار جهت امکان داشته امکان داره که میمان عزیزم آقای پیگیر باشه که در مورد تعصب و تفرقه گپ میزنیم. یک دنیا تشکر از تلفن. چیز خارج سازی که داخل اون روز سوال از آقای مارز مارج کردم جواب نداد. این سوال ما گفتم موافق هست یا چیز خود گفتی آدم خوب هست تعصب ندارم. گفتم اونو کسی که تأثیر نداره باید این کسایی که این کتاب رو دوشتر کنی و محکوم کنند باید چرا که به افغان و افغانستان ترویج بره. تشکر یک دنیا از تلفن تن یک تلفن دیگه تلفن آخریست. بفرمایید بری خط هستیم. راجر جان سلام، آرش هستم از واشنگتن، چطور هستی؟ تشکر، زنده باشین آرش جان. همیشه امیر بیننده آخر ماسک زنگ میزنن و بسیار شیرین هم صحبت میکنن. چی حال دارین آرش جان؟ خوب والا بد نه اما بهترین هم و آخرینش هست. تشکر از شما که میگیرین تلفن ما. نیخو لینا اشغال هست، من گفتم یک دو لینه دیگر رو میگیرم که شما برابر شدین. بفرمایید. سلام میگم پایید پیشتر زدن راجع به قومگرایی و چیزا من خواستم که یک خاطره رو براتون بگویم. وقتی جنگ ها بود در افغانستان بین حکمتیار مسعود و باز طالبان مسعود در امریکا اینجا گروه قومگرا جور شده بود و یک بخش هم در بین جوان ها بود که ما وقت بودیم که می گفتن گلبودی خوب است به خاطر که پشتون است و مسعود بد است به خاطر که پشتون نیست. باز گلبودی که سکوت کرد این گروه شروع کردن که نه ملا عمر خوب است به خاطر که پشتون است و مسعود بد است که نیست و اینا خودشان نه پشتو زبان بودن و فارسی هم بلد نه طبقه که در امریکا کلان شده بودن کل دفاعشان در انگلیسی بود. باز ما کمرشان گفت می دادم می گفتن ما را فامیلای ما این چیزا یاد می تن و ما را می گن بگوین در بین مردم. باز نمو این مردم یکی دو سال بعد از او تلویزیون آقای مسکینیان رو میدیدم که آقای حامد نوید یک درام ساخته بود و طرفداری طالبان و ضد احمد شاه مسعود این نمی جوانای گنگسگول غول لودر رو آورده بود و در نقش ملا عمر و ضد مسعود سر استیج اینا رو میدرنگاند. دیگه ما که دیدیم این قومگرایی فقط با مردم لوده است. بله. ما چی فکر میکنیم؟ نه صد فیصد هر کسی که قومگراست او یک آدم نه تنها که لوده است یک آدم احمق بیشور بیمغز متعصب کثیف است. تشکر. بس پرابلم ایست که جوانه که در اینجا کلان میشه یک سم ویکتم فامیل خواهین خود میشه. گناه جوانه نیست.
اونا که در سر دسترخان دست امرای مادر و پدر میشینن و میبینن که مادر و پدرشان بسیار قومگراست، مثلا مسعود بعد میگن حکمتیار، خب گپ مادر و پدر چون از تاریخ افغانستان به درستی خبر نداره که کی چی کده، کی خیانت کده، کی قومگرایی رو به وجود آورده، کی تعصب به وجود آورده، نمیفهمن جوانا. منتها یک چیز است که باید باید پدرها و مادرها چیزای زشت بر اولادای خود یاد ندن، قومگرایی، تعصب. در امریکا اگر زندگی می... پرابلم ای مادران پدران ای بود که یا کدشان واسپسان اشاشتی در گروپ افغان ملت هستن و خاننده های مجله آشنیان آینه افغانستان و این تجایا اینا بودن که اولادای خود یاد می دادن می مگه تحصیب قومی افغانستان اینا آمدن اشغال کردن، باز این فامیلا اولادای خود یاد دادن که بچه مال بلاد پس پشتی نال ترجمان شد برو در کشتن شد در آخر ثابت شد فقط برای پیسه بودی گفا. همه چیز تشکر یک دنیا آرش جان گل، تنکی سو مچ، خداحافظ. خب بیننده عزیز نازنین گل، پروگرام دیگه تقریبا خلاص شد، به پایان رسید. خودم هم یکذر خسته شدم. بسیار زیاد تشکر از محبت و مهربانی و مسیجا و پیام های نازتان، یک دنیا ممنون و سپاسگزار هستم. خدا کنه که برنامه از این برنامه جوانایی که در افغانستان هستن بفهمن که یگدی امرای دینشان، مذهبشان بازی میکنه، یگدی به نام طالب آمده و اینا را میخواین که برای غلط ببرن. جوانای افغانستان باید برشان بال داده شوه که در آسمان ها پرواز کنن، برن در مهتاب، برن در این روزا میگن در کره مریخ، در نظر است که برن امریکا یا خارجی ها یک چیز را اختراع کنن، برای دنیا، برای بشر خدمت کنن، نه ای که الحمدلله اینا بره برو بکش، برو بکش دیگه این دنیا چی مانا در برو دیگه برو در بهش، نه نه خیر. این دنیا رو خداوند بر یک دلیل آفریده و دنیا بر یک دلیل آفریده شده. در این دنیا کار خوب کو، کار مثبت کو، یک کار بکو، یک خدمت به بشریت کو. در دنیا که رفتی من نه کس را میبینیم، نه از دنیا هم کس نامده که صحیح بر ما اطلاعات بتخ ده دنیا، اونم دنیا هست دیگه، امور دنیا را امور رقم میمانیم. من تا در این دنیا کوشش کنیم که زندگی کنیم، نه ای که زنده باشین مثل طالبای خر و زنده هستن بیچارا و زندگی نمی کنن. این حال که آمدن عیش و نوش و خانه و موترا و پول و پیسرک دیدن، این حال دیگه باید ببینیم که اینا عین چیز میشن مثل که رهبرهای تنظیم ها بود. بیننده عزیز گل نازنین، این بود پروگرام هفته ما که امیدوار هستم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا هفته آینده سر ساعت 11 که باز هم میمان خانه‌ی تمرین باشم. هر کدام شما رو به خداوند کریم رحیم مسپارم. روز روزگار خوش، خداوند یار و مددگار شما. I love you. Bye bye.